بینندگان عزیز، سلام بر شما، با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز دوشنبه هست، 5 اکتبر سال 2015 میلادی و برابر است با 13 مهر ماه 1394. امروز مهمان عزیزی رو داریم که بعد از مدت‌ها حاضر شدن با هم صحبتی داشته باشیم. فعال سیاسی هستن، فعال حقوق بشر هستن و سالها زجر رو درد و شکنجه کشیدن، برادرشون رو از دست دادن و قرار بود با هم ساعت 2 برنامه داشته باشیم، چیزی که هست ایشون گفتن که چند دقیقه طول میکشه کاری رو که شروع کردن به اصطلاح تموم کنن و بیان با من و شما باشن. پیشا پیش از ایشون ممنون و متشکر. از دوستانی مثل آقای عیسی علیپور و خانم الهام رحیمی هم ممنونم و با این دوستان هم در فرصتهای دیگه صحبت خواهیم کرد. میدونید که 13 مهر معلمان تجمع به اصطلاح اعتراضی و در صورت تظاهراتی رو برپا کردن برای دریافت حق و حقوق مسلم خودشون، که متاسفانه معلم در هر زمانی مورد ظلم و جور واقع بوده و هست. امیدوارم که به زودی شاهد آزادی این قشری که آینده مملکت ما در دست اونهاست. دیروز برنامه رو می دیدم در تلویزیون‌های آمریکایی و میگفت که برای هر دکتر مبلغ 500,000 دلار 500,000 دلار خرج میکنن تا یه شخص دکتر بشه، در حالی که برای معلما خرجی نمیکنن و طرف با خرج خودش میره معلم میشه، بعدم با مبلغی که بدهکار هست به دانشگاه ها میاد و وارد بازار کار میشه. و متاسفانه به نظر میاد که اینجا هم همون اوضاع هست و اجحاف به معلمین رایجه. البته این اجحاف کجا و اون اجحاف، من در روز جمعه و شنبه که میخواستم بیشتر با این تظاهرات معلمین آشنا بشم و خودم رو به قول اینها آگاه کنم، نگاه کردم و دیدم که دولت آمده حقوق ماه شهریور معلمین رو مبلغ 2,000 تومنش رو گویا به عنوان کمک به یمن برداشته. من و شما میدونیم 2,000 تومن میشه کمتر از 1 دلار و مبلغ مهمی نیست، ولی اصل ماجرا غلطه و یک دوستی به خوبی این رو روی ویدیو گذاشته بود روی فیسبوک و تعریف میکرد که دولت به چه حقی بدون اجازه طرف حتی از لحاظ دینی مذهبی اشکال داره. من نمیتونم بیام اگر شما پولی دست من داری پول شما رو بدون اجازه برم بدم حتی به محتاج، باید از شما اجازه بگیرم. شاید شما مایل نباشید به این محتاج کمک کنید، بخواید به اون بیمارستان کمک کنید. در هر صورت منتظر این دوستمون هستیم، به مجرد اینکه ایشون لطف کنن و تماس بگیرن با هم صحبتی خواهیم داشت. و اما این گرد همایی معلمین باز جا داره که از آقای عیسی علیپور تشکر کنم که من هر وقت ایرادی از ایشون گرفتم نه تنها مثل دیگران نیومدن با پرخاش و دلخوری و به اصطلاح بگن که چرا اینجوری گفتی و من از شما انتظار نداشتم و ما ز یاران چشم یاری داشتیم یا از شما انتظار بیشتری داشتیم، خیلی قشنگ میگن که انتقادات شما رو شنیدیم و بعضی هاش هم درست بود و سعی میکنیم که اونها رو به کار ببریم. از ایشون واقعا ممنون و متشکرم. امیدوارم دیگران هم به همین درجه برسن که اگر دوستی، یادتون باشه دوستان، اگر ما به جایی برسیم که دوستانمون ازمون انتقاد کنن و ما تحمل انتقاد رو داشته باشیم، این جامعه یک جامعه خوب میشه. و الا اگر دوستان ما تشخیص بدن که ما تحمل انتقاد رو نداریم و ما اونها رو مجبور کنیم چاپلوسی کنن، دروغ بگن، میشه همون دوره شاه، میشه همین دوره شیخ. شیخ هم انتظار نداره کسی بهش انتقاد کنه، بگه برادر
شما یه قول دیگه ای دادی، الان یه کار دیگه ای داری انجام میدی. شما قرار بود جامعه بی طبقه توحیدی درست کنی، الان بی طبقه توحیدی درست کردی، همه رو نابود کردی، یه طبقه درست کردی، طبقه آقا و آقازاده ها، و همه تون اونجا به خوردن و بردن مشغول هستید. این هم از این ماجرا. یک پیامی رو توی این فاصله ای که ما منتظر این دوستمون هستیم برای شما پخش میکنم که شهروز عزیز، قبلا شما بیشتر تماس میگرفتی. شهروز جان لطف کن در رابطه با برنامه های دیگه هم بیا و صحبت کن، ما خوشحال میشیم و خیلی خوشحالم که اگر صحبت های من در روز جمعه دوم اکتبر شما رو، نمیخوام بگم وادار کرده، شما رو تشویق کرده که تلفن رو بردارید و صحبت کنید. ببینید شما یه حق و حقوقی دارید و این حق و حقوق مجانا در اختیارتون هست. وقتی شما استفاده نمی کنید، دیگه من نمیتونم تک تک بیام پیداتون کنم، شما رو در فلان کشور، اون یکی رو در فلان کشور، ازتون خواهش کنم که آقا بفرما شما 3 دقیقه بیا صحبت کن. بریم با هم صحبت های این دوست بهایی رو بشنویم و از آقای حسن ارشاد هم میخوام که اگر لطف کنند در این مورد در برنامه آیندهشون صحبت کنند تا این دوستان ببینند که شما مأمور و مزدور جمهوری اسلامی نیستید. دوستان این کلمه مزدور رو از بس خیلی بد استفاده کردیم. من بعضی وقتا مزدورم، میرم ویدیو میگیرم، یه نفر به من حقوق میده، مزد میده، استخدام میشم، میرم ویدیو میگیرم. ولی بعضی ها گفتن سربی مزدوره، فوری میخوام فکر کنیم که این یه عمل ناشایستی انجام میده. بله آقای ارشاد بارها گفته دوست عزیز که از لحاظ رابطه هیچ رابطه با جمهوری اسلامی نداره، ولی خودش به عنوان یک شخصی که به شیعه باور داره و باورمند هست، محقق هست، تحقیق میکنه و شما بهائیان و آیین و به اصطلاح رفتارتون رو زیر ذره بین گذاشته و این به نظر من ایرادی نداره. بشنویم صحبت های آقای شهروز رو. اگر لطف میکردی شما میگفتی، من شماره تو دیدم که از کجا هست، ولی بگید از کجا هستید، یکم با مردم بیشتر باشید، باز باشید، سعی کنید نترسیم از هم دیگه. نه خدای نکرده شما میترسی، ولی ما کاری که داریم انجام میدیم نشونه ترس و وحشته. البته ناگفته نماند متاسفانه دولت های دیکتاتوری این ترس و وحشت و از همدیگه قایم شدن و سانسور یا خودسانسوری رو در ما به وجود آوردن. بشنویم صحبت های شهروز رو. بفرمایید. آقای سوری درود باشه، درود بر شما. شهروز هستم، میخواستم در ارتباط با این برنامه دوم اکتبرتون یه مسئله رو به اجازه بدیم عنوان کنم. شما تو این برنامه گفتید که آقای حسن ارشاد ویدیوهایی رو از ایران میفرسته در انتقاد از دیانت بهایی و گفتید که تا امروز من ندیدم از دوستان بهایی کسی با ایشون مناظره کنه، تنها کاری که بهایی‌ها کردن در رفتن از ایرانه. واقعا باعث تعجبه، 37 ساله که جمهوری اسلامی با همه قدرت و امکاناتی که در اختیار داره به مبارزه با دیانت بهایی مشغوله و با استفاده از رادیو، تلویزیون، جرائد و مساجد به این مبارزه به شکل سیستماتیک داره ادامه میده و تا به امروز به یک باهایی این شانس رو نداده که در یک برنامه یک ساعته در تلویزیون شرکت کنن و به این سوالات جواب بدن، در حالی که اگه دستندرکاران جمهوری اسلامی با این مناظره موافق باشن و چراغ سبز بدن، شما مطمئن باشید حداقل صدها باهایی برای شرکت در این برنامه اعلام آمادگی میکنن و با کمال میل از این دعوت استقبال میکنن و برای جمهوری اسلامی و آخوندها هم این مزیت رو داره که مردم خودشون در این مورد قضاوت کنن. و اون وقت آقای حسن ارشاد هم، ببخشید من نمیدونم که بهتره پیام شما رو بذارم تو آخر یا اینکه با هم گفت و شنود داشته باشیم. ببین دوست عزیز، نه من کاری به جمهوری اسلامی و تلویزیون جمهوری اسلامی دارم، آقای ارشادم که خودش میگه من کاری ندارم، ایشون یعنی. پس صحبت از تلویزیون اسلامی اینجا نیست، صحبت از یک تلویزیون کوچولوی نقلی در آمریکاست که دوستان بهایی از روز اول پیدایش این تلویزیون ازش استفاده کردن. من نمیدونم شما چرا اون موضوع رو با این موضوع قاطی میکنی.
ضمناً اگر دولت جمهوری اسلامی قرار بود به شما یک ساعت برنامه بده، به نماینده کارگران یک ساعت برنامه بده، به من معلم یک ساعت برنامه بده، که من و شما فرار نمی کردیم. دوست نازنین، شما چیزی رو که ما می دونیم و با پوست و گوشت و استخوان حس کردیم چرا داری از اول برامون میگی؟ ذکر مصیبت میکنی. وقتی ذکر مصیبت میکنی حتما احتیاج داری ما هم مثل مجلس روزخونی برات گریه کنیم. ما میگیم که در تلویزیون مردم بهایی ها بودند. آقای ارشاد آمد گفت آقا بهایی ها که به آزادی معتقدند، من میخوام ازشون انتقاد کنم و صمیمانه در این برنامه خودش رو باز گذاشته که شما بهاییان درش صحبت کنید. بلا فاصله یکی یکی دوستان از آقای عنایت مطلبی گرفته، از آقای داریوش رفرف گرفته، از برنامه‌های دیگه میدون رو خالی کردن و در رفتن. اگر من دارم حقیقت رو میگم، شما چرا از حقیقت ناراحت میشی؟ چرا میای ماجرا رو یه جور دیگه میچرخونی یا صحبت‌های دیگه میکنی؟ به من چه جمهوری اسلامی؟ جمهوری اسلامی اگر به شمای بهایی وقت میداد، به اون آقای کلیمی وقت میداد، به اون خانم مسیحی وقت میداد، به اون دوست زرتشتی وقت میداد، که میشد بهترین جمهوری و ضمناً نمیشد جمهوری اسلامی، میشد جمهوری دموکراتیک ایران. تا اینجا قبول داری من درست میگم؟ خوشحال میشم شما مهمان من باشی، مهمان آقای حسن ارشاد نباشی. والا من نمیدونم، اون مسلمونا میگن شماها نجس هستید، شماها مثل که باورایی دارید که دیگران نجس هستن. اگر شما بنده رو نجس نمیدونی، مهمان من باش، روز چهارشنبه با اسکایپ بیا با صحبت کن. آقای ارشاد از شما دعوت میکنه توی برنامهش بیای صحبت کنی. من شما رو دعوت میکنم بیای خونم نون و پنیر بخوریم. شما میگی آهای چرا وایت هاوس مرا دعوت نمی کند به من استیک بدهد؟ من چه میدونم، اونو به وایت هاوس بگو. من دعوتت کردم بیای نون پنیر. شما اگه دوست خوب من باشی میگی خیلی ممنون سوربی، من سبزی هم از باغ منزل میکنم و میارم و این نون و پنیر و سبزی دوست دیگه اونم گردو میاره با هم میخوریم. به همین سادگی چرا قرار مشکل میکنید؟ و اما صحبت های بعدی شما جالب تره، بفرمایید. تو زحمت نمیفته که وقتش رو صرف تهیه ویدیوهایی بکنه؟ نه ببین، شما به اون نگو چه کار نکنه، شما ببین خودت باید چه کار بکنی. این اشکال بزرگ ماست. ما به همه، خیلی ها به من میگن آقا اینجوری نگو، اینجوری بگو. میگم بابا جون من اینجوری گفتم 15-18 سال نمیدونم 20 سالم هست مردم من رو قبول کردن. شما بیا اونجوری که میخوای بیا بگو ببینم دو هفته مردم شما رو قبول میکنن. شما با آقای ارشاد کاری نداشته باش، ایشون مریضه، دوست داره خودش رو در زحمت بندازه، برنامه درست کنه، بیاد بگه آقا این طاهره قرة العین شعری که براش ساختید شعر مال این نیست، دروغ گفتید. هیچ کدومتونم نمیان بگید دروغ گفتید. شما کاری به اون نداشته باش. اون میگه که آقا من اینو که گفتم، شما بیا بگو کدومش دروغه. به این سادگی لقمه رو دور میدونم. بعض وقتا میگن که اون چیه که اگر به اصطلاح مستقیم باشه نمیرسه، ولی اگر دلاش کنی میرسه. میگن دست اگه مستقیم باشه به دهنت نمیرسه، ولی دلاش که بکنی میرسه. از لحاظ ریاضی همه میگن مگه میشه یه چیزی معمولی که باشه نمیرسه، دلا که بشه میرسه؟ بله، این دست به دهن. شما چرا لقمه رو اینجوری میکنی؟ شهرروز عزیز، جمهوری اسلامی بذار کنار، این برنامه آقای ارشادم اگه دوست نداری بذار کنار. هر وقت که این یه چیزی میگه، اگه آمد گفت این بطری توش مواد آبی رنگه، شما بیا بگو نه آقا این بطری توش آبه. حالا چون آبه شما نمیتونی بگی آبیه. من چی بگم والا به این سادگی صحبت میکنم؟ شماها بازی یه جوری دیگه ما رو میچرخونید تو کوچه پس کوچه ها. بفرمایید. اونها رو برای شما بفرسته در انتقاد از دیانت بهائی. آقای سوربی 170 ساله که آخوندها به خیال خودشون با تهمت و افترا و دروغ و تهدید و زندان و
کشتار بهائی ها دارن با این دیانت مبارزه میکنن و کسانی که خیلی در این کار سابقه داشتن و بزرگتر از آقای حسن ارشاد بودن راه به جایی نبردن. بعد همینجا فرض کنیم که شما که این حرفی رو میزنی درست میگی، یعنی به این دلیل که چند نفر موفق نشدن دیگران نباید هیچ فعالیتی بکنن؟ اگه اینجوری بود که دنیا وای میساد. به این دلیل که فلان دانشمند صد بار امتحان کرد و نتونست فلان مواد رو کشف کنه، خب شما ها دیگه برید مدرسه، برید خونه، از مدرسه تعطیل برید خونه. آقای حسن ارشاد تصمیم گرفته با وجودی که 170 سال آخوندا نتونستن، ایشون میخواد این کار انجام بده. شما نگرانش نباش، شما بیا بگو که آقای ارشاد این چیزی که میگی، این کتابی که میگی، این کتاب دروغه، این کتاب آخوند نویسه، کتاب نیست که بهایی ها نوشته باشن. آقا از نوشته های خودتون، از مدارک خودتون داره میاره. چرا شهر روز عزیز اینجوری منو پیچ میدی توی کوچه پس کوچه های والا نمیدونم، میخوای ما رو خرف کنی، گیج کنی، نمیفهمم. بفرمایید. این آقا به خیال خودش با تهیه ویدیو و تکرار همون مزخرفاتی که 170 سال داره تکرار میشه میخواد با این دیانت مبارزه کنه. باید به این آقا یادآور شد که 60 سال مبارزه انجمن حجتیه و فداییان اسلام رو که این آقا در اون زمان هنوز متولد نشده بود رو مطالعه کرده و از این جریان باخبر هست یا نه. مسئله بعدی که میخواستم به این آقا بگم اینه که شما نمیخواد وقت تو اختصاص بدی به انتقاد از دیانت بهایی. شما اگر میتونی سعی کنی در مورد معضلات جوامع اسلامی به خصوص در ایران که ادعای حکومت اسلامی و اجرای قوانین اسلامی رو داره و بعد از 37 سال دارای بالاترین میزان اعتیاد، فحشا، دزدی، جنایت، اعدام، بی اخلاقی، فقر و فلاکت و تباهی صحبت کنید. امروز وقتی به این کشورهای اسلامی نگاه میکنیم میبینیم پیروان این دیانت از هر فرقهی که هستن در همه مسائل با هم اختلاف دارن. برادرکشی هم که از صدر اسلام تا امروز ادامه داره و مسلمین نه تنها نتونستن این وحدت رو بین خودشون حفظ کنن، بلکه با سرعت هرچه بیشتر دارن از این وحدت دور میشن و هیچ آینده روشنی هم در انتظار اونها نیست. در خاتمه از آقای حسن ارشاد یک سوال دارم. آیا اسلام میتونه پیروانشو به صلح و آرامش برسونه؟ در این مورد صحبت کنید. خیلی ممنون آقای سوری از وقتی که من دادی، تشکر میکنم. خدا حافظ. منم ممنون از شما، سوال بسیار خوبی کردی. امیدوارم آقای حسن ارشاد پاسخ بده و از زیر سوال شما در نره. این یک. شما چندین بار تکرار کردی که در 170 سال گذشته آخوندها با مزخرفاتی که گفتن حریف دیانت بهایی نشدن. منم یه سوال از شما دارم، چرا دیانت بهایی که اینقدر نوینه، اینقدر جدیده، این همه رادیو تلویزیون داره، این همه دانشمند داره، در 170 سال نتونسته مثل هیچ کدام یک از اون دینهایی که عقب افتاده بودند و وسیله ارتباطی نداشتن ملت رو جذب کنه و جلب کنه به خودش؟ از مسیحیت، کلیمیت، همین خود مسلمان، خود اسلام گرفته تا دینای دیگه، تا بودا و نمیدونم اینها. شما میتونی این رو برای من بگی که چرا، چه دلیلی داره که در 170 سال گذشته دین بهایی که چنین مطمئن هست حقانیت داره و دین جدیدی هست که تا 1000 سال دیگه هم، 170 سالش گذشته، 830 سال دیگه هم احتیاج به دین جدیدی نیست، نتونسته اونجوری که باید و شاید گور پدره نمیدونم شیخ و ایران و تلویزیونش؟ شما که دنیا آزادی، از هندوستان گرفته تا آفریقا الان زیر به اصطلاح پای شماست، چرا نتونستید یه همچین جمعیتی پیدا کنید؟ چه اشکالی داره؟ دوست عزیز یادتون باشه آقای دکتر بیژن یگانه از اشکالات درون همین به اصطلاح عدل، چیه این همش میگم خانه عدل، بیت العدل،
از داخل اون صحبت کرد، از اینکه بعضی از دوستان حتی اونجا به اصطلاح پول کش رفتن و فلان اینها صحبت کرد، بعدم خودشون آمدن گفتن آقا یه جورایی منم ساکت کردن گفتن برو. خب دولت دینی که اگر یه نفر از خود اونها میاد صحبت میکنه اینجوری ساکت میکنن میگن فعلا برو کاری نداشته باش، خب اینم یه اشکالی داره. شما بیا توی برنامه من مهمان من باش، به من بگو که چرا توی 170 سال یه دینی به این جدیدی در قرن 20 و قرن 21 یه سری هم قرن 19 دیگه درسته نتونسته با این همه وسائل پیشرفته جمعیتی آنچنانی پیدا کنه، اون هم با این تبلیغات قویی که شما میکنی. این سوال من از شماست، سوالی هم که شما از آقای ارشاد کردی بسیار سوال خوبی بود، از اون بهتر همون سواله بود که چرا توی 37 سال گذشته دولت جمهوری اسلامی ایران نتونسته خواسته های مردم رو برآورده کنه و چرا دروغ گفتن به مردم، این همه قول و وعده و وعید دادن، همون آزادی اجتماعی رو هم که در دوره شاه داشتیم از دست دادیم. حالا اگه من ناحق میگم شما دوباره زنگ بزن، شما بگو چرا تو تلویزیون جمهوری اسلامی به شما وقت نمیدن. من چه میدونم، به منم وقت نمیدن، اگه به من وقت میدادن من میمدم اینجا بشینم به قول شما زحمت بکشم، هفته تا هفته میرفتم اونجا صحبت میکردم، حتما یه حقوقی هم به هم میدادن خوشحال و خندون. تو کانادا هم میرفتم برای خودم خونه میخریدم و یه سری هم پول میدوزیدم و یا علی مدد. خب ما همچنان منتظر دوستمون هستیم، باز از این دوستمون انتقاد میکنم. دوست عزیز ببینید، الان من و شما قرار شده دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت نیویورک با هم مصاحبه داشته باشیم. من تماس گرفتم، شما میگید من هنوز دارم اون کار رو انجام میدم، باید تموم بشه، 2-3 دقیقه دیگه به شما زنگ میزنم. اگر یک نفر که مسئوله نتونه سر قرارش، خب من مثلا قرار گذاشتم با خانم رحیمی، با خانم الهام رحیمی از سوئد، از جبهه آزادی خواهان، تا بیان درباره این تظاهرات و گرد همایی صحبت کنن. چون با شما قرار گذاشته بودم ساعت 2، به ایشون گفتم ساعت 3. اگه شما سر قرارت نیای، دیر بیای، بخوایم با هم صحبت کنیم، قرار ایشون رو هم منی که هیچ گناهی ندارم خراب میکنم. نکنید این کارو. به قرارهامون احترام بذاریم، به دیگران احترام بذاریم تا دیگران هم به ما احترام بذارن. ولی الان میام میشیم مثل آخوندا. یادتونه عقد و عروسی همه منتظر بودن که این آخوندی که پول گرفته از قبل، نصفی کارها رو هم تو دفتر انجام داده، فقط بیاد اون نمیدونم التخت و بتلپخت رو بخونه، نمیمد، دیر میومد. خب اگه آخوند دیر میاد، من و شما دیر میایم، چه تفاوتی داریم؟ به من بگو. فقط اون عمامه داره، من و شما فکر کراوات. خب ببینیم که چی نوشته آقای ارشاد، براش فرستادم این پیامو. نوشته که بله من حتما در این مورد صحبت میکنم، ولی این هفته فکر نکنم، چون محصول مغازه من که نمه صبح. آها مغازه مخصوص محرم فقط همین 1-2 هفته، مثل که تو در ایران ایام ماه محرم است و ایشون گفته که الان ما به اصطلاح در رابطه با نوارهای توزیع و پخش چیز ایام ما محرم هستیم، ممکنه هفته‌های آینده آقای شهرروز درباره این موضوع صحبت کنه. فرصت خوبیه که شما و دوستان دیگه تا اونجایی که میتونید بیاین سوالاتونو بگید، بیاین دروغای ایشون رو چیز کنید، بیاین مزخرفات ایشون رو بگید، اینجا رو مزخرف گفته، اینجا رو فلان. بعد شما و من نباید بگیم مزخرف گفته، باید بیاین بگیم ملت نگاه کنید این آقا میگه 2-2 تا 16 تا، مردم قضاوت میکنن که مزخرف اون گفته یا سربی گفته یا شما گفتید و الی آخر. ممنونم، همچنان منتظر دوستمون میمونیم تا تماس بگیرن. اینشون میگه که اینترنتش یه مشکلی داره و میگه اینترنت ما رو مویی کردن، یعنی اینقدر به اصطلاح بندویتش باریک و نازک هست. شنیدید که میگن بعضی چیزها به مویی بسته داره و هر آن ممکنه که پاره بشه. خب اجازه بدید ما تا اون موقع براتون آگهی ها رو بخونیم. زمان
تجمع سراسری معلمان در داخل ایران تغییر کرد. دوباره آقای علی پور، دوباره دوست عزیزی که قرار چند دقیقه دیگه با هم صحبت کنیم، اینم یه اشکالیه. وقتی که قرار بذارید بعد قرار رو، اصلا اون وقتا وقتی یکی میخواست به یک کلک بزنه میگفت که اون برنامه کنسل شد، اون برنامه زمانش عوض شد. اینجوری نصفی از مردم اصلا از بین میرفتن، یادشون میرفت کجا باید برن و چه کار انجام بدن. دوستان عزیز، بسیار خوشحالم که فرصتی پیش آمده تا با آقای منصور اوسانلو فعال سیاسی اجتماعی باشیم، کسی که من باهاش احساس همدردی شدیدی دارم به دلیلی که ایشون برادرش رو از دست داده و من هم برادرم رو از دست دادم و دوتامون درد همدیگر رو میفهمیم. درد دیگه ای که ایشون داره و ما هم داشتیم اینه که همیشه حقمون رو خوردن. من هم در ایران معلم بودم، ایشون وقتی که با من صحبت کرد و از خاطراتش اینها من خوندم و میدونم که در شرکت واحد بودن و اینها، به شوخی گفتن که من راننده هستم. گفتم که من هم راننده بودم، من هم به خاطر حقوق کم دبیری مجبور بودم که دو تا کار داشته باشم. آقای اوسانلو، ممنونم از اینکه شما اون مشکل رو رفع کردید و با ما هستید. من در رابطه با برنامه معلمان و این ماجرایی که ازشون پولی کم کردن از شما میخوام به اصطلاح بپرسم که چیه، بعد بریم سراغ اون ایرادایی که من میبینم و مطالبی که شما میخواین بگین. در تلویزیون مردم همه آزاد هستن. اگه من سوالی کردم که شما به نظرت میاد نادرسته، میتونید خیلی ساده بگید من مایل نیستم به این پاسخ بدم یا الان صلاح نمیبینم که پاسخ بدم. ولی مهمتر از همه اینه که شما لطف کردید، دعوت من رو پذیرفتید، من از شما ممنونم، به شما خوش آمد میگم به تلویزیون مردم. این اولین بار هست که با ما هستید، امیدوارم آخرین بار نباشه. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم. بفرمایید آقای اوسانلو کی هست در دو سه دقیقه برای اونهایی که احتمالاً شما رو نمیشناسن. خداییش اگه کسی شما رو تا امروز نشناخته باشه، نشون میده که خیلی از ماجراهای ایران و این فعالیت‌های سیاسی و حقوق بشری دور بوده. کسی که در زندان بوده، کسی که شکنجه دیده، کسی که زبانش رو با تیغ شکاف دادن، کسی که برادرش رو زندانی کرده، کسی که برادرش رو از دست داده و کسی نشناسه هنوز منصور اوسانلو رو، یه مقداری حکایت از بیخبری میکنه که امیدوارم این بیخبری هم در ما ایرانی ها به زودی پایان بپذیره و یک کمی فعالتر و مشکلات دیگران، مشکلات خودمونه حقیقتا، اهمیت بدیم و شرکت کنیم. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان بفرمایید. من هم سلام دارم خدمت شما و اینکه نام تلویزیون شما مردم هست خب منو به اندیشه واداشت. مدت زیادی شما لطف کردید برای من پیام‌های مختلف دوستی فرستادید و حالا در حضور مردم داریم گفتگو میکنیم. باور کنید که من واقعا فرصت نداشتم که خدمتتون برسم. الانم که من اینجا مزاحمتون شما به خاطر اینکه شما با آقای علیپور هماهنگی کردید در رابطه با انعکاس مسئله مربوط به 13 تا 17 مهر ماه و مبارزاتی که در داخل کشور ما هست. البته من برای شما نمیدونم، چون این مصاحبه که الان خدمت شما من هستم و این گفتگوی که الان داریم با هم میکنیم برای من تقریبا یک کمی غیر مترقبه است، چون سخت درگیر مسائل داخل ایران هستم و همین الانم هم که مزاحم شما شدم اینجا دارم سعی میکنم با اسکایپ یک مجموعی از عکس ها، فیلم ها و اخباری که از همین، یعنی الان که دیگه در ایران شب شده و در اروپا هم تقریبا فکر کنم شب هست، ولی این عکس ها و فیلم هایی که از زیر فشار بار محدود کردن اینترنت به دست من رسیده خدمت شما برسونم. فکر کنم چون حجمش زیاد بوده من با ایمیل برای رسانه های دیگه فرستادم، الان با این قسمت تکس اسکایپ برای شما نمیاد. من حالا اینو مجبورم ایمیل شما رو بگیرم، دارم فکر کنم به من ایمیل زدین دو سه دفعه لطف کردین. من با اون ایمیلی که برام فرستادید سعی میکنم ضمن گفتگویی که با شما میکنم از اون ایمیل بفرستم، ولی این توی این قسمت تکست اسکایپ نیومد. فکر کنم حجمش چون زیاده هر چی دارم سعی میکنم. آقای اوسانلو اگه اینها روی فیسبوکتون هست من میتونم از روی فیسبوکتون نشون بدم. چقدر عالی عالی. بله. چون گفتگوی امروزمون مربوط میشه فیسبوک منم که معلومه. بله. زنده بله. هم رو فیسبوک من هست عزیز من،
هم لطفی بکنید روی فیسبوک کمپین حمایت از معلمان و زحمتکشان که یک کمپین بزرگی است که حداقل 10 نفری که من میشناسم دارن باهاش همکاری میکنن و این فیلم ها و عکس ها رو که شما نشون بدید میبینید که در تهران، مشهد، شهرزای اصفهان، دو شهر در لرستان، کردستان و حالا جایی که تونستن با موانعی که اینترنت ایجاد کرده و سرعت رو پایین آوردن و همچنین در خارج از کشور استانبول، استکهلم، کلن و برلین، آتلانتا، لس آنجلس و در کانادا فکر میکنم تورنتو که داره حالا به تدریج فیلم و عکس ها کم کم میاد در رابطه با همین مبارزه روز 13 مهر که شروع شد با چه موانع و توطئه هایی ما ازش گذشتیم تا امروز اینجا رسیدیم که در کنار امروز ما دو تا مسئله مهم هم داریم که چون شما تلویزیونت مردمه و خودت هم مردمی هستی در این فرصت محدود چون من قبلش هم خدمتتون گفتم یک مصاحبه هم برنامه منظم در تلویزیون اندیشه‌ای دارم به نام همبستگی نو که اون هم همین بحث ها و بحث های مربوط به خبرهاست و آموزش ها و درگیری هایی که داخل ایران است و چگونگی تلاش برای اتحاد و نزدیک کردن این مبارزات به هم دیگه. در مجموع این زحمتی است که شما میکشید اگر همزمان که من گفتگو میکنم فیسبوک ها رو پیدا کنید، کمپین دفاع از حقوق، مثل کمپین دفاع از معلمان و زحمتکشان ایران و فیسبوک منم که منصور استان رو حتما میدونید، اونها هم عکس ها و فیلم ها رو هم میتونیم نشون بدیم. بعدم که شما خواستید من خودم معرفی کنم که من یک کارگری هستم، منصور استانلو، در شرکت واحد کار میکردم، قبل از اون در کارخانه بافندگی سنگور کار میکردم، پدرم کارگر شرکت نفت بود، پدر بزرگم و عموهای بزرگم، دایی بزرگ من کسانی بودن که در جنبش سندیکایی و جنبش مبارزاتی ایران در قبل از دورانی که حکومت پهلوی تشکیل بشه درگیر بودن توی مسائل خانخانی و درگیری بر سر حق و حقوق رعیت ها و مبارزه دهقان ها با فئودال ها که در تاریخ جنبش 18 ساله احمد کسروی اشاره داره به ایل استانلو و رشید سلطان باقرخان که پدر پدر بزرگ من بوده و تا به امروز باری از گوشه مبارزات ملی و مردمی بر عهده خانواده و فامیل من بوده. شایدم ژنتیک و ارثی من در این عرصه وارد شدم از کودکی با قصه هایی که از پدرم، مادرم، خاله، عمه، عمه بزرگی داشتیم که زن بسیار شجاع و دلاوری بود، طلعت خانم و پدر بزرگم عبدالحسین خان و همچنین دایی عزیز من که هنوزم در قید حیات هستن، دایی رمزون و دایی علی و از کوشندگان سندیکاهای کارگری بودن به هنگام جوونیشون در دهه 30 و سالها همراه پدرم اینها فراری شدن بعد از کودتای 28 مرداد در جوانی 24-5 ساله که بودن و بالاخره زندگی معمولی تشکیل دادن و کار پیدا کردند و هر کدوم هم هر جایی رفتن سر کار برای اینکه ساعت کارگر رو به 8 ساعت برسونن و مزد کارگر رو زیادتر بکنن سندیکا تشکیل میدادن یا عضو سندیکایی که اون زمان وجود داشت میشدن و از این طریق ما هم از کودکی در خانوادهمون با این مسائل مبارزاتی ایلیاتی که ایل ما ایل استانلو هم ایل مشهور است که تو همون قضایای تاریخ 18 ساله آذربایجان و تاریخ مشروطیت در صفحاتی اشاره به این ایل کرده احمد کسروی و چندین کتاب هم درباره ایل استانلو در منطقه ورامین و گرمسار و زنجان منتشر شده به عنوان یکی از ایلاتی که به هر حال در سابقه تاریخی معاصر ایران نقشای رو جایایی ایفا کرده و من هم یکی از چکیده های همین زحمتکشان و بلادیده ها و ستم دیدگان هم چرا که رشید سلطان رو به هر حال با نارو و کلک در کنار رودخانه در شمال گرمسار در منطقه یاتری به همراه پسر دایی بسیار با ارزشش که بابا علی بود نیروهای ژاندارمری با گلوله در وسط رودخانه میکشن، سر اینها رو میبرن و بر سرنیزها میکنن و در روستاهای اون منطقه میگردونن که هنوز پیرزنها و پیرمردای 70-80 سال به بالا این قصه به یادشون هست و خب اقوام من، فامیل منم که در ایران زیادن اینو میدونن. در نتیجه این نسل به نسل، سینه به سینه این قصه ها تا قصه های سندیکایی و مبارزات و زندانایی که پدر خودم رفت، جایی من رفت، یکی پسرخاله ها میرفت، یکی دوستان میرفت و ما در کودکی با همین
ماجراهای مبارزاتی و حق طلبی و سندیکالیستی آشنا شدیم که پدر من در سندیکای شرکت نفت مهندسی پخش در خیابان بهار بود که یکی از خاطرات هست که 4 ماه خورده پدر من در دهه 40 اواخر دهه 40 در زندان قرار گرفت به خاطر فعالیت سندیکایی، به خاطر یک مقابله گفتگویی و رو در روی داشتن که در یک جلسه مجمع عمومی با خود دکتر منوچهر اقبال که اون موقع مدیر عامل شرکت نفت بود ایجاد شد و ایشون رو که وظیفه کارگریش رو داشت انجام میداد متاسفانه به زندان بردن و یک بازداشتگاه ساواک داشت در همون خیابان سرعیای سابق که حالا شده سمیه، مدت اونجا بود، بعدم که بردن به همون کمیته مشترک و بعد از کمیته مشترک هم به زندان قصر در کنار عمویدالله و دیگر مبارزانی که در سالهای 1349-50 در اون زندان بودن، زمستان سال 1349 که دقیقاً اعتصاب بزرگ کارگران شرکت واحد هم صورت گرفت که یکی از اعتصابات بزرگ تاریخ جنبش کارگری هست که کمتر فرصت شده بهش پرداخته بشه. امیدوارم تلویزیون مردم که مردمی هست و اسم مردم رو خودش داره با همت شما که آقای سربی هستی، امیدوارم مثل سرب همینجور محکم در برابر ظالم‌ها، ستمگرا، نظام ولایت فقیه که خون برادر من رو ریخته، خون هزاران شهید و در دهه 60 70 80 تا الان ریخته و باعث شده همسال من در میهن خودمون نتونیم یه کار کوچیک سندیکایی و یه کار بزرگ حقوق بشری رو بکنیم اینجا بیم و شما این تریبون حالا از هر کانالی تونستی فراهم بکنی، این امکانو بدی که این گوشه های ناگفته تاریخ مردم ایران در تلویزیون مردم ایران شنیده بشه. این برای شروع مقدمه و آشنایی من و شما و تلویزیون و مردم. حالا اگه موافق هستید که بریم روی همین 13 مهر و ادامش تا 17 مهر، من در خدمت شما و مردم میهنم باشم. بسیار ممنونم از شما. یه سوالی من خصوصی دارم، شما با تیمسار اوسانلو که در شیراز خدمت میکردن آشنایی یا فامیل بودید هستید یا نه اصلا؟ مثلا اوسانلو شخصا من نمیشناسم، اما اوسانلو یک ایله که خیلی گسترده شده. همین الانم حتی تیمسار سپاهی برای من یه نفر فیسبوک فرستاد که در منطقه ارومیه هستش و یک نفر در زنجان روی نیروی هوایی بوده. اوسانلو هم و چون منم اوسانلو هم، اوسانلو های طیف خوب برای من نامه و پیام و یا مخالفت یا موافقت یا نصیحت یا نظر لطف میکنن میفرستن، ولی شخصا ایشونو من نمیشناسم. اما چون اوسانلو هستن ما ریشمون از یک ایل هست، ایل تیره داره بعد شبکه های مختلف داره، ولی ریشه ما یکی هست، یعنی اوسانلو ها یک ریشه دارن و ایشون هم جز هم ایلیاتی ها و حتما یکی از عموزادگان بزرگ من هستن. بله بله، ایشون البته فوت کردن ولی یکی از تیمسارهای زمان شاه بودن که واقعا شخص نیکی بودن و جا داره که از ایشون هم یادی کرده باشیم. روان شاد. من از شما ممنونم به خاطر توضیحی که دادید. شما در صحبتاتون یه مقداری شکست نفسی میکنید، درسته که کارگر هستید و به کارگر بودنتون باید افتخار کنید، ولی فکر نمیکنم هر کسی به آسونی میتونست دبیرستان البرز رفته باشه. شما دبیرستان البرز بودید دیگه نه؟ بله، من اول دارالفنون بودم چون برادر بزرگترم اونجا بود، بعدش دبیرستان دارالفنون یک اتفاقی افتاد جالب بود. خب تلویزیون شما مردمیست، منم خاطره مردمی کم که با ارزش جزء ثبت تاریخ. یک دستگاه پولیکوپی اونجا روبوده شد از قسمت به اصطلاح انتشاراتی دبیرستان البرز تو همون سال 56-57 که بعدن با اون دستگاه گویا اطلاعیه‌های مثلا گروه هایی که مخالف بودن و تایپ و چاپ و فلان این کارا میکردن با اون دستگاه پولیکوپی اینو تکثیرش میکردن. بعد حالا اتفاق افتاد که به نوعی هم یه گروهی از ماها که تازه اونجا برای اولین بار ثبت نام شده بودیم برای اول دبیرستان بریم، ماها رو فرستادن برای دبیرستان بزرگ تهران که دبیرستان بزرگ تهران آزمایشگاه و این چیزا برای شیمی و فیزیک و اینها نداشت مثل سابق، مثل دبیرستان البرز یا هدف یا خوارزمی و اینها. به همین دلیل به اصطلاح ما برای استفاده کردن از این بخش از مسائل کمک آموزشی می رفتیم اونجاها و خود از اون لوازم استفاده بکنیم و در نتیجه دوستانی که منو اونجا دیدن به اشتباه من رو
دانش آموز دبیرستان البرز معرفی کردن، ولی نه، ما اونجا رفت آمد داشتیم، حتی دوست دخترهایم از دبیرستان رضا شاه کبیر داشتیم که نزدیک اونجا بود که با هم در مراسم اون زمان میگذاشتن شرکت میکردیم، جوانای 16-17 ساله بودیم. ولی دبیرستان من دبیرستان بزرگ تهران هست، اونجا برای کارهای کمک آموزشیمون میرفتیم. دوستانی که اینو برای من تو فیسبوک گذاشتن، من نذاشتم این رو، از روی این شناختی که داشتن خودشون گذاشتن. بسیار ممنونم. برگردیم به ماجرای معلمین که اونها هم میشه گفت کارگرانی هستن که نتیجه کارشون آینده فرزندان ماست و متاسفانه به اینها در هیچ کدوم از رژیم ها، خود من دبیر بودم هم در دوره شاه خدمت کردم موقعی که دانشجو بودم، هم در 5 سال هم در دوره شیخ، و همیشه هم مجبور بودیم یه دو تا شغل دیگه داشته باشیم تا اموراتمون بگذره. این ماجرای معلمین از کجا شروع شد و آیا فقط به خاطر این 2000 تومن نمیدونم کمک به یمن هست و واقعیت چیز دیگری است، یا واقعیت چیز دیگری است که کلن اینها دنبال یه بهانه میگشتن که از اون بهانه استفاده کنن تا حق و حقوق خود رو دریابن؟ من در برنامه همیشه گفتم معلمین اگر اعتصاب کنن، دانشجو و دانش آموز ذاتش اینه که خوشحال میشه و میره، نمیاد دنبال معلم، نمیاد حمایت کنه. ما تا موقعی که نتونیم کارگران رو بسیج کنیم، فکر نمی کنم بتونیم با این دیکتاتورها طرف بشیم. اولا نظر شما در این مورد چیه و بعد بگید این کلن شروع این تظاهرات و به اصطلاح حق خواهی معلمین که سالهای سال هست به هر دلیلی میان، این دفعه از کجا شروع شد؟ بسیار عالی، چون شما دو تا سوال پر اهمیت کردی، من حالا مجبورم به اسنادی که دارم مراجعه کنم، چون واقعا نمیدونستم از کجا میخوایم شروع کنیم. همین امروز تازه ساعت 2 و چند دقیقه با هم اولین گفتگو رو کردیم. ببینید آقای سربی، ما یه مسئله دنباله دار داریم. اول من جواب سوال شما رو بدم، یعنی اول جواب سوال دومتون رو بدم. شما گفتی که تا کارگرها نباشند به اصطلاح به نوعی حرکت معلم ها هم ناقص خواهد مون. درسته، کاملا، چون طبقه کارگر، البته یه توضیح من اینجا بدم از دید خود من و اون چیزایی که دریافتم با مطالعاتی که کردم و مشورتایی که با آدمای خب فریخته تر از خودم، تئوریسین ها، نویسندگان، کوشندگان این راه انسانی بزرگ، ما به یک جنبندی رسیدیم که موقع میگیم معلم، کارگر، راننده، مکانیک، استاد دانشگاه، حتی هنرمندان، خبرنگاران، الان هم کاری که شما میکنی اگر مزد از دیگری بگیری میشی یک کارگر بخش رسانه‌ای. یک تعریف داره که اون کسی که خودش صاحب وسیله تولید یا خدمات یا اون کار نیست، در ازای مزدی که میگیره داره کار میکنه و این مزد رو در ازای ساعت کاری که در اختیار اون کارفرما، چه خصوصی باشه چه دولتی باشه، قرار میده. در نتیجه چه معلم، چه کارگر، چه کارمند، تا زمانی که خودش صاحب مثلا یک مدرسه غیر انتفاعی نیست یا سهامدار نیست، سودی از قبال کار دیگران نمیبرد و از ارزش اضافه کار دیگری استفاده نمی کند، خودش میشود پس یک کارگر. حالا کارگر یدیه، با دستش کار میکنه، فکری از فکرش استفاده، یا هم یدیه هم فکری، مثل معلم ها که تو کلاس باید قدم بزنن، گچ بخورن، تخته پاک بکنن، با دانش آموزاشون کلی جر و بحث های مختلف داشته باشن، درس هم بدن، در ضمن بخوان آینده میهن رو از طریق دانش آموزا بسازن. در نتیجه همه اینا میشن مزد بگیران و چون در یک سیستم ستمکار قرار دارن، میشن حلقه مرکزی ستم دیدگان ایران. پس ما اینجا جدایی در بین معلم، کارگر، کارمند نداریم، اونایی که کار دارن میکنن. حالا اعضای خانواده اینا که زنها و بچه هاشون، یا زنانی که کار میکنن، شوهرانشون و فرزندانشون، پس در نتیجه همبستگی همه این افرادی که دارن کار میکنن در خانواده دارن. در خانواده بچه ها یا هنوز به مدرسه نرفتن، کوچیکن، یا میشن دانش آموز، یا میشن دانشجو، یا میشن دیپلمه بیکار و لیسانسی بیکار که وارد عرصه اجتماعی میشن. طبیعتا خانواده میشه مرکز و پل ارتباطی بین تمام این نیروی اجتماعی که حالا چه ارتباطی با مدرسه پیدا میکنه،
از کانال انجمنهای اولیا و مربیان که هر ماه میتونن معلمانی که امروز به میدان آمدن و ما با هم با در گفتگو هستیم در دعوتهایی که میکنن که هر وقت معلم مذارت میخوان مدیران مدارس خانواده‌ها رو میخوان توی انجمن اولیا و مربیان فقط برای اینکه یه جوری از اونا پول بگیرن برای هزینه های مدرسه که خیلی هاش هم هزینه نمیشود ولی حالا میتونن معلم‌ها توسط دانش آموزاشون به عنوان پل ارتباطی دعوت کنن که پدر مادرشون برن به این جلسه های اولیا و مربیان و اونجا درباره دردهای مشترک، گرانی، نداری، اجاره خونه، هزینه های زندگی، پول آب و برق و گاز و تلفن، پول نون که گرون شده، دیشب پریشب با مادرم حرف می‌زدم، میگفت سنگک شده دیگه 2000 تومان، اگه یه خوردم کنجد دوست بپازن شاید هم بیشتر، نون بربری شده 1000 تومان، تافتون و لواش هم به همین ترتیب از 300 تومان تا 500 600 همینجوری اومده بالا و من مستمری بگیر باید به اون ماهی 712000 تومان مستمری که اونم 25 روز 30 روز بعضی وقت دیرتر هم میدن این گرونی رو باهاش زندگی کنم و وای به حال اونی که حالا یه خش خونم نداشته باشه اجاره خونم باید بده تو ایران یعنی عملا 80% مردم ایران زیر خط فقر میرن با این نرخ دلار 3500-600 تومانی که شده من شنیدم شما جدیداً ایران بودید و تازه از ایران اومدین بهتر از من میتونین این قیمت ها رو بدید اگر من یه جای قیمتی رو نه من آلمان بودم گفتم من... لطف کنید راهنمایی من آلمان من. بودم آقای اوسالو آلمان بودم اومدم ولی آخرین بار 2005 ایران بودم وقتی هم آمدم از اونجا به همسرم گفتم من دیگه پام رو ایران نمیذارم و همین اشتباه بس بود کافی بود تا زمانی که حکومتی بیاد که مردمی باشه ولی این سفر جدید من یعنی 17 روز در آلمان بودم ولی خب خبرها رو دارم پسرموی منم از ایران می نویسه مشکلات رو میگه و اونم میگفت که الان واقعا دیگه وضع مردم به یک جای رسیده که غیر قابل تحمله یعنی مردم تا یه حدی تحمل میکردن فشار چند تا کار بکنن که امورات زندگیشون بگذره شما نکته خیلی خوبی رو گفتید اگر یه نفر یه خونه ای نداشته باشه حالا یا از پدرش یا ارثی یا مال خودش و اینها واقعا اون بیچاره است با این اجاره هایی که اصلا سرسام‌آوره و معلوم نیست هیچ قانونی هم نیست که اینها رو کنترل کنه در هر صورت گرانی و اینها احتیاج نداره که من و شما ایران باشیم خبرهاشو حتی روزنامه های ایران و روزنامه های دست رژیم هم می نویسن و این دیگه خیلی جالبه که خود اینها هم اذعان دارن که گرانی هست ولی هیچ کاری در جهت کمک به مردم انجام نمیدن ممنونم از تاییدی که شما کردید چون به هر حال ما هیچ کدوممون عقل کل نیستیم هممون نیاز داریم که همدیگه رو تصحیح بکنیم اطلاعات به همدیگه بدیم انتقاد بکنیم و اگه یه جایی یک چیزی اشتباه به نظر میاد خردمندانه و از روی نظر حل مشکل و ایجاد همبستگی و اتحاد با هم گفتگو بکنیم و به جای اینکه همدیگر رو آسیب برسونیم و خراب کنیم همه نیروهامون رو هم بذاریم تا اون خرابی بزرگ و خرابکار بزرگ که جمهوری اسلامی و حکومت ولایت فقیه و سیستم مدیریت این حکومت وحشتناک فوندامنتال یا بنیادگرای اسلامی هست و هممون با هم بتونیم مورد حمله قرار بدیم کمک به مردمی بکنیم که خانواده‌هامون تو ایران هم. از شر این هیولای آدمخوار این هیولای زندگیخوار محیط زیستخوار نجات پیدا کنیم حالا سر قضیه معلم‌ها این هستش که پس از طریق اتحاد بین معلمان کارگران زحمتکشان دیگر پرستارانی که همین هفته‌های گذشته شاید شما در جریان نباشید در 12 استان اعتصابات مختلف در بیمارستان ها کردن 4 تا از نمایندگان پرستاران رو اخراج کردن از بیمارستان امیرعلم تو خیابون سعدی شمالی اگه یادتون بیاد و بقیه پرستارا 10000 نامه تومار امضا کردن که این 4 نفر باید برگردن سر کار چون از حقوق ما دفاع کردن همینطوری که معلمان زندانی الان بحث معلمان 2000 تومانی که از حقوقشون بی اجازه کم کردن مثلا به یمن یا هر گورستان دیگه ای که حکومت اونجا نیروهای خودش رو برده کمک کنن نیست جنبش معلمان ایران از سال 1326 شمسی شروع شده از زمانی که جامعه معلمان یا سندیکای معلمان با حضور بزرگانی مثل عبدالحسین
نوشین ها و سایه ها و این کسان به این عظمت در تاریخ ایران رضا روستاها به اونا کمک کردن شروع شده. بعد از اون امثال آقای درخشش ها اومدن، دکتر خانعلی ها اومدن. در دهه 40 دکتر خانعلی رو در میدان بهارستان در اعتصاب بزرگ معلم ها با گلوله زدن کشتن روز 12 اردیبهشت، که از اون موقع سندیکای معلمان در 1340 به رهبری آقای درخشش که بعداً با حمایت معلم‌ها خودشون شدن وزیر آموزش و پرورش، که همه اینا در تاریخ سندیکاهای معلمان و کارگران کتباً درج شده، ما جنبش معلمان داریم در کنار بقیه جنبش‌های کارگری و همه‌شون هم همیشه از هم حمایت کردن. همین معلم‌ها حق عضویت گرفتن، همون سال 1340 کمک مالی جمع کردن برای کارگرای کوره پزخونه‌ها که آجر درست میکردن تو جاده ورامین، تو جاده قرچک، تو مامازن، تو پلش، برای اونا پول فرستادن. کارگرای خباز، نونوا، سندیکای خباز رو که ما تو دفترشون سندیکامون رو تونستیم مجموعمون بذاریم با جنگ و جدال، همون موقع نون مجانی پختن با فرغون و با کمک راننده‌های شرکت واحد، این نون رو رسوندن به دست کارگرای اعتصابی کوره پزخونه ها. و همون زمان آقای مهندس علوی، مهندس مرتضی علوی که یه سندیکالیست قدیمی بود و طرفدار کارگرا بود و توی زندان قصر بود و اعدام کردن همون موقع اواخر 1339 که اعتصاب معلم‌ها و اعتصاب تاکسیچی‌ها و کوره پزخونه و اینها را افتاده بود که منجر شد به شلوغی‌های سال 42 آخرش. یعنی جنبش معلمان مال امروز و 2000 تا حرفا نیست، بلکه کشیده شد تو زمانی که جریانات سال 57 شد. من حتی روم نمیشه بگم انقلاب، با اینکه خودم یه بچه 17-18 ساله بودم اون موقع، نوجوان بودم و توی این تظاهرات ها شرکت میکردم به امید رسیدن به یک حکومت دموکراتیک مردمی، یک حکومت مثلا جوان بودیم دیگه، ما چه میزون بزرگان مثلا گفتن دموکراتیک خلق و یک حکومتی که شوراها، نهادهای مدنی، برابری زن و مرد، سکولار باشه، آزادی باشه، همه از حق همدیگه دفاع بکنن، سینمای پیشرفته تر، چه میدونم روابط اجتماعی بهتر و آزادی که تو کشور عده احساس میکردن نیست. و حتی نمونهش پدرم رو گفتم دیگه که در رابطه با یه جر و بس با مدیر شرکت نفت بردنش به 4.5 زندان، ولی باز خدا پدر اونا رو بیامرزه، چرا که بعد 4.5 اومد، البته زیر چشش کبود بود، کتک زده بودن، اذیت کرده، شکنجه داده بودن، ولی نه به این حدی که من رو با چاقو دشنه بهم توی حکومت ولایت فقیه به خاطر فعالیت سندیکایی حمله کردن، چشمامو دوبار زدن، داغون شد، که دو تا جراح شد، و از من بالاتر رحیم شیخ زاده ها رو تو اسید کشتن، امثال هدایت الله معلم ها رو ترور کردن کشتن، 500 تا کارگر سندیکالیست رو در دهه 60 جمهوری اسلامی همه رو اعدام کرد و کشت و دار زد بی سر و صدا، چون اون موقع این رسانه ها نبود، اینترنت نبود، این لوازمی مثل تلگرام و وایبر و موبایل و این چیزا نبود، در سکوت مطلق عزیزان ما رو از ما گرفتن. برای جنبش معلمان هم اون موقع بی نصیب نشد، بعد از سال 57 بسیار از معلمان رو اخراج کردند، بسیار از معلمان عزیز ما رو اعدام کردند، بسیار از معلمان هم رو در زندان‌های طولانی مدت تا سال 59-60 نگه داشتند، مثل خانم سلیقه عزیز که من شخصا میشناسمش، مثل خانم خدیجه مقدم، مثل خانم رضوان مقدم که اینا الان دکترای ریاضی گرفته، خانم مقدم در دانشگاه‌های آلمان تدریس ریاضی میکنن به اساتید دانشگاه آلمان و همکنون هم مهمان دانشگاه هلند هستن. ولی این عزیز ما در زندانهای جمهوری اسلامی که یه معلم بود چندین سال عمرش تلف شد و همسر عزیزش هم آقای اکبر نظرآبادی هم تو زندانهای جمهوری اسلامی کشتن، اونم یه معلم فوق‌العاده بود، در روستاهای اطراف تهران درس میداد، عاشقش بودن بچه‌ها، فیلم ها و عکس های ازش دارم که من در تلویزیون ایران ساز، برنامه ایران سازان نشون دادم و در تلویزیون همبستگی، تلویزیون اندیشه. حالا اگه شما بخواد من این سوابق تاریخی که تصویری هم هست میتونم بفرستم که شما و بینندگان شما از این تاریخی که هیچ وقت بیان نشده استفاده کنید و به هم میهنان ما نشون بدین اینها رو. خوشحال میشم. شما گفتید که این وسائل ارتباطات که آمده یه جورایی بهتر شده و به قول معروف صدای مظلومیت اونهایی رو که در زندان ها هستن، شکنجه میشن، کشته میشن، میشه به گوش
بیننده ها و شنونده ها رسون. ولی از طرفی میبینیم که خیلی ها شکایت میکنن، یکی از اونها خود من، که با این همه وسیله ارتباطی چرا ماها نمیتونیم اونجوری که باید و شاید کارارا باشیم، راندمانمون کمه، نظم و ترتیب نداریم. اینو ایرادش شما کجا میبینید و چرا این از هم گریزی هست و باعث به اصطلاح این میشه که اتحادی وجود نداشته باشه؟ چرا سوالای اساسی و کلیدی میکنید. من این رو اجازه بدید که باز فراموش نکنم یادداشت کنم، چون گفتگو بحث قبلی هنوز تمام نشده که به نتیجه 13 مهر نرسیدیم. اینو یادداشت کنم که از دلیل پراکندگی رسانه ها و نتیجه نگرفتن، من اینو حتما چون روش کار کردم به عنوان یک سازمانده کارگری بحث دارم و چقدر شما سوالا رو اساسی مطرح میکنید، من ممنونم. بحث 13 مهر رو بذارید بگم که بعد از انقلاب که اون سرکوبا شد و تشکل‌های واقعی مثل جامعه معلمان رو بین بردن، سندیکای کارگری و سندیکای معلمان رو سرکوب کردن با پشتوانه که از مردم ناآگاه، بخشای مذهبی جامعه که وسیعن هم تو جامعه ما خب همه مذهبی و دینی بودن، ملتی بودن که عکس آقا رو تو ماه می دیدن. پدر من شبی که این شعار رو شنید، دیماه بود فکر میکنم، اوایل دیماه هم 57 بود که ما تو خونه بودیم، یکی از بچه محله ما فرشاد دقیق در خونه ما زد، از اون رو که با هم اون موقع مثلا شعار میدادیم، تبلیغات میکردیم، شعره ها رو داشتیم دیگر میکردیم، واقعا میخوام اروپا بشیم یه زد. بعد یه دفعه اون اومد من گفت آقا تو خونه ای فلان چیه؟ رفتیم دم در، پدرم اینا اومدن دم در خونه. خونه ما نیرو هوایی بود، من بچه محل نیرو هوایی فرآباد مثل سابق هستم، بغل همون دیوار نیرو هوایی. بعد گفت مگه نمیشنم که گفتم چه خبره؟ ملت چه وقت خوابه؟ عکس آقا تو ماه. ملت چه وقت خوابه؟ عکس آقا تو ماه. خب من موقع 17 سالم، پدرم یه نگاه کرد به فرشاد گفت بابا جان من تا الان به بچه ها میکنم پیان دنبال این کار، ولی از امشب میگم دیگه نیا. یعنی گفت چرا آقا سنلو مگه چیه؟ گفت انقلابی که عکس آقاشو تو ماه ببینه این تو دیگه انتجه سرویس میاد بیرون. خب اینا کارگره قدیمی بودن، کارکشته بودن، مبارز بودن، زندگیشون کردن توی راه بود. بعد که دیگه فرشاد رفت من گفتم بابا چی؟ گفت آخه پسرم این ماه مام نگاه کنم چیزی فرشاندم نه. خب ولی تو ببین این ملت چقدر ساده هم، یه عده افتادن جلو اینو کردن تو دهن اینو، فردا دیگه به خمینی ما میتونیم یه کلمه حرف بزنیم؟ اگه به شاه مثلا میشد بگی آقا حالا بغل پالتو لکه خاطی افتاده که بریم درگیر شیم، حقمون رو بخوایم تو سندیکا، این دیگه رفت تو ماه میگه شد خود خدا، آیت الله هم که هست، مگه میشه با آیت خدا جنگی؟ پسرم اینا اینطوری من میگم دیگه شما نه. این فاتحش خونده است، با این شعارها اجازه نمیدن اون آزادی و دموکراسی که شما میخواین و آرزوشو دارین درست بشه. چون ما روزا میرفتیم دم دانشگاه تهران اونجا شعارها و فلانایی که دانشجوها مثلا از ما بیشتر میدونستن اونا رو مینوشتیم، بعد میوردیم تو محله‌های خودمون تو کوچه پس کوچه ها تظاهرات شبانه را مینداختیم، مخصوصا شرق تهران، اونایی که بچه محل شرق تهران هست اینا رو میدونن که من میگم همش سند زندگیه. برا ناگفته نمونه همون فرشاد دقیق عزیز من، بچه کوچه ششم بود، ما کوچه هفتم تو خیابون چهار فصل در خیابون پیروزی ها خیابون فراوان تو همون شلوغی های 22 بهمن هم گلوله خورد و به قول اینا شهید، ولی من میگم یادش ماندگار شد. و اون قضیه اینطوری شد که بعد از انقلاب سرکوب های شدید بر علیه سندیکاهای کارگری، احزاب، سازمان ها، گروه هایی که وجود داشتن صورت گرفت توسط کسایی که به تعصب مذهبی مردم هم دامن میزدن و تا امروز هم با همون ابزار تونستن این حکومت رو ادامه بدن. سندیکای معلمان که از هم پاشید، بخش بزرگ از معلمان که اون زمان با این فضا بیکار شدن، کسایی رفتن شدن معلم که بایستی از سپاه پاسداران و بسیج و اینها هم ایدئولوژیک تر باشن، اسلامی تر باشن. کیا بودن؟ خب آدمای بیکاری که اون موقع مثلا جبهه رفته بود، طرف یه سال دو سال شش ماه حالا اومده بود یا خدمتش تموم شده بود، جنگ هم که ادامه داشت دهه 60، این خمینی و دار و دستش با ادامه جنگ تمام آدمهای به در بخور رو نابود کردن، تمام احزاب سیاسی رو از این بردن، تمام روشنفکران رو نابود کردن. هر جایی که جنگ درست بشه اول دودش تو چشم مردم میره، بچه های مردم ناگاه میکنن گوشت دم توپ و وسیله جنگ و امنیتی نظامی کردن فضا هم میان
برای بچه آگنا هوشیار سیاسی شده، 4 تا کتاب خونده، دانشگاه رفته، اینها رو هم به عنوان مخالف امنیت ملی میگیرن میکشن یا زندانی میکنن. این شد که معلمایی که اون موقع اومده شدن معلم، همشون انجمن اسلامی چی و بسیجی و سهمیه‌ای و خانواده شهید و خانواده جانباز و این چیزا بودن. بعد اینا اومدن شدن معلمایی که دهه 70 به طور برنامه‌های اقتصادی آقای رفسنجانی خوردن، طرح تعدیل اقتصادی. طرح تعدیل اقتصادی یعنی چی؟ یعنی که تمام امکانات دولتی که مردم طی شاید 100 سال مبارزه و پذیرش حکومت‌های موجود، ذره 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 سندیکالیست‌هایی که دهه 20 مبارزه کرده بودن، احزابی که این مبارزه رو ادامه داده بودن، چند تا آدم روشنفکر اروپا رفته و که برگشته بودن توی دولت‌ها قرار گرفته بودن، پذیرفته بودن یه چیزایی رو، یه قوانینی درست شده بود، همه اینها رو اینا از بین ببرن و خصوصی سازی بکنن و طرح تعدیل یعنی اخراج صدها هزار کارمند و کارگر در کشور ما در دهه 70 که رفسنجانی شده بود رئیس جمهور و نرخ تورم و گرونی هم رسوند به 54%، که شاید باورت نشه یا تو ایران بودی که میدونی، این همه اونه که زنده کردن میدونن، 1 کیلو گوجه فرنگی اون موقع شد 2000 تومن، پیاز دونه 500 تومن شد. من خودم کارگر شرکت وارد بودم موقع، خرید نمیتونستیم دیگه بکنیم، چون تمام اون کوپونایی هم که موقع جنگ آقای موسوی میداد اونا رو همه رو دیگه بعد از قرار داده قطعنامه نمیدونم 598 قطع کردن. یعنی ما کارگرا و کارمندا و معلما و طبقه مزدبگیر و زحمت کشی که مملکت رو میساختیم، یه دفعه 50% افت درآمدی کردیم، از اون برم 54% بالا رفتن قیمت ها رو پیدا کردیم، یعنی 100% زندگی ما رفت زیر خط فقر. بعد از اون این معلم هایی که اونطوری اومدن استخدام شدن، یواش یواش با مشکلات واقعی، گرونی، نداری، اجحافا روبرو شدن. بین اونا هم یواش یواش تفرقه افتاد که قضیه 18 تیر سال 78، خیلی از معلم ها دیدن حکومت اصلا رو همین ملت و بچه های دانشجو و انجمن اسلامی هم گرفت، که همون موقع مثلا اکبر محمدی که دستگیر شد، چقدر کتک خود تو زندان کشتنش. من دیدم اکبر محمدی و تو زندان موقع خودم سال 84 از انفرادی می بردنم بهداری که زیر شکنجه داغون شده بودم، جوان شجاعی بود که از همون 18 تیر 78 که گرفتار شد دیگه اینو رها نکردن، توی بهداری زندان چسبیچ کردن دهنشو، دماغشو، بدنشو، چون داد میزد که یه هیئت اومده بود داخل زندان، بلکه این بتونه به اون هیئت یه گزارش از وضع جنایت تو زندان بده، که بعد ایشون رو اینطوری خفه کردن، سکته قلبی کرد، قلبش هم بیمار بود، یکم هم چاق بود، ولی با این چسبایی که چسبای کلوف که بستن دور سر و صورتش که صدای فریادش به بیرون بهداری نیاد، اکبر در از اونجا خفه شد و سکته کرد. بعد این چسبا رو باز کردن، جسدش رو با برانکار آوردن توی بند 350 و عوامل نفوذیشون هم که یه عده زندانی حکومت داره توی زندان، که اونها اصلا شغلشون اینه، شاید هم حقوق چند میلیونی میگیرن و تو زندان به عنوان مبارز خودشون رو جا میزنن، و اینها مثلا ادعا کردن که نه، موقع اکبر محمدی رو برگردوندن تو بند زنده بود، ولی نه، اکبر تو بهداری خفه شده بود و سکته و مرده بود. و جوانان دیگه ای که در 18 تیر کشته شدن، چون خود من عین یه هفته 18 تیر رو با دو سه نفر دوستانم که الان داخل ایرانن، اسمشون رو نمیتونم بگم، توی اون ماجرا و توی اون حق طلبی دانشجوها بودیم، و از اونجا به بعد معلمای بیشتری هم به این جنبش پیوستن. بعدم که جبهه مشارکت و انجمنهای صنفی معلمان به جای شورای انجمن اسلامی درست شد، یواش یواش طیف معلما سندیکالیست شدن، یعنی دنبال حق و حقوقشون افتادن، که شدن همین کانونهای صنفی که الان داریم. و اون کانون صنفی از دهه 80 که ما سندیکای شرکت واحد با چه تاریخی، حالا فیلماش از خیلیش گفته نشده، من باید حتما اینا رو برای ضبط در تاریخ بگم و تجربیاتی است که باید به هم نسلان و نسل بعد از من منتقل بشه، درست که بالاخره مجامعی برگزار کردیم، جنبش معلمان هم به میدان آمد و در سال 1385 اولین تظاهراتی که 15,000 معلم به شکل اعتراضی در میدان بهارستان آمدن جلوی مجلس، حقشون رو بخوان که حقوقشون کم بود، قرارداد کارشون دائمی نبود، بیمه کاملی نداشتن و نظارت بر صندوق فرهنگیان نداشتن. صندوق فرهنگیان یه موضوع مهمه تو جمهوری اسلامی، یه چیزی مثل نفته،
هر ماه از حقوق این 1,000,000 معلم 24,000 تومان کم میشه، میره تو صندوق ذخیره فرهنگیان. از 1346-47 این صندوق ذخیره تشکیل شده که آقای درخشش اون موقع کمک کرد، از وزیر شده بود، یه بودجه کمکی هم داد، ساختمون فرهنگیان رو ساختن روبروی پادگان جی در جنوب غربی تهران و معلم‌ها یه سر و شکلی گرفتن. از دهه 40 به بعد زندگیشون بهتر شد، جشن عروسی بچه‌هاشون اونجا می‌گرفتن، به کمک برای ازدواج اونا بهشون می‌دادن تو دهه 40 و 50، ولی اینا همه از بین رفته بود و اون پول ولی تو اون صندوق هر ماه کم میشد و ریخته میشد. حتی در زمانی که سال 57 این قضیه ای که به نام انقلاب، من خودم اولا گفتم انقلابی ولی الان میگم نمیگم، چون انقلاب باید بهتر بشه، دگرگونی و تحول، نه که بدتر و ارتجاعی تر. و این پول همینجور جمع شده، ما هر ماه از حقوق معلم ها کم شده و یک از خواستهای معلم ها هم موقع شد و سرکوب کردن، یه قسمتی دادن، یه مقدار حقوق رو اضافه کردن، ولی از همون موقع بخش معلم ها رو به زندان انداختن. همین آقای باغانی، آقای بهشتی که الان هم تو زندان هستن، آقای رسول بوداوی که الان 6 سال تو زندانه، بازم 3 سال دیگه دارن نگرش میدارن، و آقای ارژنگ داوودی، آقای مهدی فراهی شاندیز که اون موقع به شکل مخفی در این کانون ها بودن که بتونن یه سندیکای واقعی درست کنن و اتحادیه معلمان حق و تدریسی و به اصطلاح معلمان مدارس غیر انتفاعی رو که از دوره رفسنجانی به بعد درست کردن اینا داشتن تشکیل میدارن و هنوز هم تو زندانن این عزیزان ما. پس این جنبش به 2000 تومن یمن نیست، از 85 تا 89 هم این معلم ها چندین بار اعتصاب کردن، تظاهرات کردن، حق طلبی کردن، نزدیک 40,000 معلم رو آقای سربی اخراج کردن، یه سریشون رو به اصطلاح بازخرید کردن، یه سری رو بازنشسته زود هنگام کردن. نتیجهش شد که یه طیف 40,000 نفره معترض در آموزش و پرورش شکل گرفت. چندش رفیقای شخصی خود من در شرق تهران می آمدن در اون دفتری که بود در خیابون مدائن، هر هفته اونجا با هم صحبت می کردیم، نمیتونم اسمشون رو بگم، الان هم داخله و دارن فعالیت میکنن. بعد رسیدیم به زمانی که من تونستم از زندان اولم بیام بیرون. سال 86 رفتم به کنگره‌های جهانی کارگران در لندن، ITF که مربوط به کارگران بخش حمل و نقل بود. بعدم از اونجا که کنگره کارگران حمل و نقل تموم شد، همراه هیئت نمایندگی ITF به عنوان عضو افتخاری، من در جلسه هیئت مدیره ITUC که 176 میلیون کارگر عضو اون در جهان هستند و اتحادیه بین‌المللی بزرگی کارگرای همه دنیاست، اونجا من یه گزارش وضعیت دادم در بلژیک، در بروکسل، توی اون یه هفته‌ای که بودم، و نهادهایی که به نظر خودم میومد از حکومت کنده شدن، مستقل دارن میشن، و نهادهایی که مثل سندیکای شرکت واحد، سندیکای فلزکار مکانیک، سندیکای نقاشا که هیئت مؤسسش رو با کمک پیش کسوت‌های سندیکایی در هیئت مؤسسان سندیکای کارگری زنده یاد، یعقوب مهدیون، پیر و پیش کسوت و بزرگتر ما، آقای جواد مهرانگوهر، آقای فرهانی، این اسما رو میگم که تو تاریخ بمونن تو تلویزیون شما، اینها کمک کردن، ما رو آموزش دادن، حاصل 40 سال 50 سال عمرشون از دهه 20 که برای کارگرا، برای معلما مبارزه کرده بودن، آموزش سندیکای رو یاد گرفته بودن، آموزش حقوق یاد گرفتن، ماها رو پرورش دادن. من اونجا توی بروکسل همه اینا رو اعلام کردم، از جمله کانون صنفی که دیگه حالا 40,000 تا اخراجی و گرفتار و زندانی داشتم، اونجا به EI نماینده و دبیر کل اون موقع EI بود معرفیش کردم در بروکسل، که گفتم این نهادم بپذیرید، که بعدم پذیرفتن. سال بعد دعوتنامه دادن به ایران به کانون صنفی، که یکی از نماینده های کانون صنفی از ایران رفت آلمان در جلسه سالیانه سراسری EI که 32 میلیون معلم عضو بشن در سراسر جهان شرکت کرد، و از اونجا ما پشتیبانی نهادهای بین‌المللی کارگری و معلمان رو در کنار پشتیبانی نهادهای بین‌المللی حقوق بشری برای این جنبش‌های نوین داخل کشور فراهم کردیم. بعدش هم که من دوباره زندانی شدم، برگشتم به داخل ایران دوباره با اون وضعیتی که دیگه صورتم می‌بینید، پارس و چه بلایی به سرم آوردن، معلمان رو هم دستگیر کردن. رسول بوداغی چون از فرزاد کمانگر
که یک معلم کرد بود و 1500 رأی داشت و در شورای صنفی کامیاران به عنوان نماینده معلمان انتخاب شده بود و در سنندج هم در جلسات هیئت مدیره به اصطلاح معلمان شرکت میکرد و دستگیر کردند. بعد بهش تهمت پژاک زدند. تو زندان 21 شبانه روز با من بودیم در بند داخلی 209 سالن 10 که 7-8 تا دوستان عزیز دیگه هم بودن که الان یکیشون خارج از کشور شهادت میگیرم، آقای قیاسوند که به خاطر جاسوسی اتمی دستگیرش کرده بودن که اینم مرد شجاعی عیب‌های سیستم اتمی رو گزارش داده بود به سازمان جهانی انرژی هسته‌ای که ایشون رو دستگیر کرده بودن، زندانی کرده بودن، الان خوشبختانه آزاد شده و اومده آلمان. به عنوان شاهد ایشون رو جلوی چشم میلیون‌ها نفر میگیرم که ما و فرزاد کمانگر و ایشون اون موقع توی یه بند بودیم با هم. فرزاد کمانگر رو رسول بوداغی ازش دفاع میکرد به عنوان یک معلم سندیکالیست، ولی عوامل نفوذی حکومت و همون انجمن اسلامی ها و اطلاعاتی که هنوزم توی کانون صنفی هستن رسول بوداغی رو محکوم میکرد که از این دفاع نکن، این مال گروه‌های سیاسیه. ولی من با تمام وجودم سوگر میخورم که زنده باشه یاد فرزاد کمانگر که فقط یک معلم، یک شاعر، یک عاشق بچه ها بود که هزاران بچه در کردستان هنوزم به یاد فرزاد کمانگر هستن و برای من مطلب میفرستن. این قصه رو برسونم به 13 مرد که دیگه تمام بشه، چون خود من از شما باید خداحافظی کنم. یه برنامه دیگه اگه خودتون تشخیص دادید حتما تلویزیونی میذاریم ادامه بدیم. این نکته رو برسونم. من میخوام قبلش از شما خواهش کنم اون فیلمایی که گفتید یا صحبتایی که گفتید که این تاریخچه رو میخواین برای ما بگید، اینها رو هر وقت که آماده باشه اگه لطف کنید برای تلویزیون مردم بفرستید، هم در فیسبوکمون که تعداد زیادی هستن میذاریم، هم در برنامه ها میذاریم تا مردم بدونن. و بعضی ها برای من ننویسن که ای آقا معلم ها که الان کلاس های خصوصی دارن برای یه دلار اینجوری دارن داد بیداد میکنن، بدونن که ماجرا ماجرای یک دلار یا 2000 تومان، کمتر از یک دلار نیست. ماجرا برمیگرده به سالهای سال ظلم و تعدی و حق کشی اینها و این دوستان که معلمان که در حقیقت کارگران واقعی هستند باید حقشون داده بشه، حقشون گرفته بشه. و افرادی مثل شما که اگر من هنوز هم معلم بودم شما رو به عنوان سخنگو انتخاب میکردم، چون واقعا هم سخنور هستید هم اطلاعات زیادی دارید. احتیاج دارن به سخنگوهایی مثل شما که در جلسات این رو بیان کنن، دیگران رو آگاه کنن. حتما این ویدیو و به اصطلاح آگاهی ها رو به هر صورتی که هست به ما هم لطف کنید بفرستید تا به دوستان نشون بدیم. من ساکت میشم چون ما قرار بود که با خانم الهام رحیمی هم از سوئد تماس بگیریم. در چند دقیقه توضیح بدید این ماجرای 13 مهر چرا در بعضی از کشورها یک شنبه بود، بعضی از کشورها دوشنبه، و بعدش این ماجرای 17 مهر یا 16 مهر رو توضیح بدید. و اگر بتونیم بیشتر برای 16 و 17 مهر به قول اینها پوش بدیم، فشار بیاریم، بیشتر فعالیت کنیم تا تعداد بیشتری باشن. من متاسفم بگم که عکسایی که از تورنتو برای من رسید 6-7 نفر اونجا شرکت کردن و واقعیت اینه که اگر خانم گوگوش بره اونجا 10,000 نفر میرن که لباسهای شبشون رو نشون بدن، بلیت بازار سیاه میخرن. ولی حمایت از معلمین که سرنوشت و آینده جامعه رو در دستشون دارن، متاسفانه میبینیم که بازاری درست کردن که این جنس خریداری نداشته. امیدوارم باشیم که بتونیم با کمک شما و دوستان دیگه این رو بیشتر به مردم بگیم، آگاهشون کنیم تا شرکت کنن. من ساکت میشم. درباره 13 مهر، 16 مهر و 17 مهر لطف کنید توضیح بدید. درود به شرف شما که نشون دادید واقعا دلسوزید. خیلی خوشحالم که روند برنامه رو شما اینطور آزاد در اختیار من گذاشتید، چون واقعا این من تو تلویزیون های دیگه هم که میرم اینقدر خبرهای روز داریم فرصت نمی کنم که این تاریخچه ها که ریشه های حقایق توی تاریخچه هاست رو بیان کنم. این واقعا فرصت خوبی است که شما دارید میدید. خانم الهام رحیمی هم من بهشون ارادت دارم، در همین کمپین حمایت از معلمان همراه ما هستن، زحمت های زیادی هم کشیدن توی فیسبوک و صفحه مسیج خصوصی فیسبوک. اگه که کمم دیر بشه بدون من بودم با شما دعوا نمی کنه. مرسی، زامنم بشید، هم سنگر ما هستن. خوشحالم که شما ایشونم
در مصاحبه دارید و یک زن حتما باید همه جا باشه، حتی قبل از من که مردم زنها در ایران الان باید در همه جا باشن که در داخل کشورم هستن و در همه مبارزات، همین فیلمایی که من برای شما میفرستم خواهید دید زنهای معلم دارن همه جا با چه قدرتی سخنرانی میکنن در داخل ایران و مردهای ایرانی برای اونها دست میزنن و اونها رو به عنوان رهبر و سخنگویان خودشون قبول کردن زیر این فشار دیکتاتوری ولایت فقیه. بریم سر 13 مهر که بعد وقتمون داره تمام میشه. بعد از همه این فشارها و جنبش‌ها و درگیری‌ها و اینها، این سری جدید که متأسفانه مثل رسول بوداغی تو زندان نگه داشتن و باید آزاد میشد و معلمان دیگه مثل آقای قنبری، آقای یاوری، آقای باقری، آقای ارژنگ داوودی، آقای مهدی فراهی شاندیز، معلمان ما در خوزستان که من اسمشون رو همه رو به یاد ندارم، پنج معلم ما که معلمان مردمی در بلوچستان بودن که حکومت با لباس شخصی اونها رو ترور کرده در طی 6 ماه گذشته، که در کمپین فعالان خلق بلوچ همه این گزارشات مو به مو با عکسشون تصاویرشون هست که من دونه دونه تلویزیون شما رو از اینها آگاه خواهم کرد. درود بهتون که آمادگی دارید اینها رو نشون مردم ایران بدید. و ما پس از این رسیدیم به جایی که از موقع من از زندان آزاد شدم سال به اصطلاح 92 ما اومدیم با بقیه این عزیزانمون دوباره پیوندها رو برقرار کردیم، هم در بین سندیکا که پیام سندیکا رو کمک کردیم منتشر شد، هم از اون طریق از بدنه که در بین کارگرای خودمون داشتیم با معلم‌ها تماس گرفتیم که اونا فعال دوباره بشن، که خوشبختانه من تونستم جونم رو نجات بدم. از زمستون، وسط زمستون، از تو کوههای کردستان یک هفته طول کشید تا خودم رو بالاخره به ترکیه برسونم. باور کنید 30 درجه زیر صفر بود، برف بود، کولاک. خب شاید تاریخ طبیعت میخواست من زنده بمونم، چون اگه میخواستم قانونی بیام اینا کلک منو میکندن مثل آقای سیفزاده که تو ارومیه گرفتن و الان تو زندان چند سال دوباره که با آقای دادخواه همکار و در کانون مدافعان حقوق بشر هستن. خلاصه هر تو هر وقت میشه اینقدر فشار برو من از و کار زیاد و تاریخ. اما من اینجا آمدم شدم خودم به عنوانی که سخنگوی ستم دیدگان باشم، سخنگوی معلم‌ها، کارگرها، سندیکالیست‌ها، زندانیان سیاسی، مردمی که هیچ وقت در داخل ایران بلندگو نداشتن، حکومت همیشه سانسور کرده و این صداها رو خفه کرده. خوشبختانه موفق شدیم و طریق دوستانی که الان در زندانن مثل اسماعیل عبدی، مثل آقای میلاد درویش که حالا تازه با 500 میلیون وثیقه چند روز آزادش کردن، و دیگر فعالین داخل کشور، کانون‌های سلفی فعال شدن و شهریور 1393 پارسال جلسه اول شورای سراسری و قرار بود توی سالن انقلاب بذارن داخل تهران که حکومت نذاشت. بعد با کمکی که از همه طرف شد، پولایی که بالاخره خود معلم‌ها جمع کردن و جای دیگه، تونستن یه سالن بگیرن و جلسه رو 3 روز و 3 شب اونجا بذارن. بیشتر از 138 معلم از 44 شهر شرکت کردن و از پارسال دوباره این شعله ور شد و معلم‌ها به میدان آمدن، نامه نوشتن، تومار نوشتن، به وزیر دادن، به خود رئیس جمهور دادن، به مجلس رفتن، به تومار 13 متری با 6600 امضا توجه نکردن که معلم‌ها اولین تجمع رو شروع کردن. ما از 25 بهمن در تلویزیونایی که من بلندگو دادم این فریاد رو زدم، سازماندهی شروع شد و از 10 اسفند در 40 شهر معلم‌ها به تجمع پیوستن جلوی اداره‌های آموزش و پرورش و از اون به بعد دیگه هر روز هر هفته در استان‌های مختلف این تجمعات اعتراضی و مطالباتی ادامه پیدا کرد که رسیدیم به 26 فروردین 94 که در 50 شهر و استان این بار همه آمدند و از داخل ایران تک تک مدرسه‌هایی که به این اعتصاب پیوستن برای ما با مسیج خصوصی فیسبوک و یا همین تلگرام و وایبر میفرستادن آقا ما مدرسه فلان جای مثلا در روستایی در اطراف خاف دارم اینا رو کتبم، و از اینجا 360 مدرسه فقط ما تو جدا جدا ازشون پیام داریم که به اعتصاب و تجمع پیوستن. بعدم در 17 اردیبهشت که در 77 شهر و بیش از 22 استان این بار این تجمع اعتراضی شکل گرفت که حکومت هم چون پخش این مجارا نتونسته سرکوب کنه و 31 تیرم دعوت کردن خود معلم‌ها در فضای مجازی، کانون‌های صنفی، شورای صنفی سراسری، که البته شورا مال
31 تیر رو خیلی دیر وارد میدان شد، یعنی 29 بیانیه داد، چون توی شورای صنفی معلمان هم یه سری نفوذی هستن که بس میشه به همه 13 و 16 هم که الان براتون میگم. ولی با این همه چون در بدنه همه معلم‌ها اصرار داشتن که بیان تو تجمع، 29 تیر اونا دیگه مجبور شدن بیانیه بدن برای 31 تیر که همه آمدن تهران و بسیار تاثیرگذار بود. نهادهای بین‌المللی توجهشون به تجمع جمع شد، دستگیری‌های زیادی شد، سرکوب زیادی شد. به گفته آمار رسمی 130 معلم دستگیر شدن همون روز 31 تیر همین امسال 94 94، ولی به گفته خود معلمان تا 300 نفر دستگیری ها بود که در 4 منطقه تهران در پلیس امنیت اینها رو تو بازداشتگاه کردن. اصلیش هم تو اماکن بود که آقای هاشم خواستار و دیگر عزیزان ما در اونجا زندانی شدن. همچنین مجبور شدن شب موقع دیدن راننده های شرکت واحد هم معلم ها حمایت کردن، با اتوبوس هاشون معلم ها رو میدون بهارستان دارن خارج میکنن که دستگیر نشن، میبرن به وزرا اماکن میرسونن، چون بچه های ما تو شرکت فهمیده بودن معلم ها اونجا دستگیر شدن، خود به خود یه طیف زیادی ریختن جلوی اداره اماکن تو خیابون وزرا بالای عباس آباد که همکارای ما رو آزاد کنیم. ما اینجا تو فیسبوک ها و توی رسانه ها همینجوری خبررسانی کردیم، ثانیه به ثانیه عکس ها و فیلم ها و اینا همینجور می اومد که من رو فیسبوک هم منتشر میکردم که سند تاریخیش هست در تاریخ 31 تیر، همه میتونن ببینن که چجوری اخبار و عکس ها اومده از تلگرام و جای دیگه منتشر شده. حکومت از ترس اینکه این تبدیل به یک تهاجم سراسری نشه، اون شب بالاخره مجبور شد معلم ها رو آزاد کنه. حتی میخواستن تعهد بگیرن، 3-4 نفر از معلم ها رو کتک زده بودن، زخمی شده بودن، معلم ها اعتراض کردن، آمبولانس مجبور شدن بیارن، اونا رو با آمبولانس بردن، بقیه معلم ها رو بدون تعهد با تهدید اعتصاب قضا که همشون گفتن ما اعتصاب قضا میکنیم و موبایلاشون هم نداده بودن بعضی و مستقیم با ما در ارتباط بودن، ما از داخل بازداشتگاه هم عکسای این عزیزان رو در تلویزیون ها همزمان منتشر کردیم. و 31 تیر یک روز بزرگ همبستگی بین جنبش های داخل و خارج کشور شد با حضور آدمایی که هم داخل هم خارج اونا رو میشناسن و بالاخره در این حدی که هست میتونن کمک بکنن. از همون روز هم یعنی 3 مرداد هم برای 13 مهر چون مصادف با 5 اکتبر روز جهانی معلم هست بیانیه صادر شد. ما هم در تمام تلویزیونایی که میتونستیم این مطرح کردیم، در فیسبوک ها، در سایت ها، در سایت حقوق معلم و کارگر که سایتی است که مستقیم با کارگران و معلم ها داخل ایران داره کار میکنه، مقالات معلم ها اونجا منتشر میشه، آقای بغلولی، آقای نیکنژاد، آقای درویش، دوستان دیگه ما، بهشتی، باغانی، قلم به دستایی که الان خوشبختانه با این 2 تلاش همبستگی و سندیکایی ما صدها معلم قلم به دست داریم، به دست داریم که تو روزنامه های داخلی هم مقالاتشون منتشر میشد، مثل آقای بولولی و نیک‌نژاد که دستگیریشون کردن، مثل اسماعیل عبدی که دبیرکل کانون هست و قبل از 31 تیر ایشون رو دستگیر کردن که زیر شکنجه از ایشون بخوان که جلوی تجمع رو بگیره و استعفا کانون بده. حتی استعفای ایشون و آقای بهشتی رو کانون قبول نکرد و این اعتصابا تا 13 مهر رسید. الان هم آقای بهشتی در زندانه و اعتصاب قضا کرده، اسماعیل عبدی در زندانه، آقای رسول بوداغی در زندانه، آقای باغانی در زندانه، آقای ارژنگ داوودی در زندانه، امروز بیهوشش کردن، معلومه چه بلای سرش آوردن. دبیر دبیرستان‌های غرب تهران رو و از بند خارجش کردن، همین 2-3 ساعت پیش خبرش به من رسیده. و همچنین آقای مهدی فرایشندیز همراه معلم ها و زندانی های دیگه از داخل زندان 2 بیانیه حمایتی 20 امضای و 25 امضای برای من فرستادن که منتشر شده و حمایت از 13 مهر تا روزهای دیگر کردن که توی بیانیه هم روزهای دیگر رو نوشتن. چرا که من بهشون گفتم که اینا عوامل نفوذی در شورای صنفی هستن که میخوان جلوی 13 مهر رو بگیرن، مثلا جلوی تجمع رو بگیرن و حکومتی ها و اطلاعاتی ها و حراستی ها و انجمن اسلامی ها توسط عواملی که داخل شورای صنفی ها دارن، چون چندین هزار آدم اونجا میاد، خود همه تیم آدمی میاد، همه شناخته شده نیستن، در جریان عمل شناخته میشن، که تا به حال ما کسانی از اونها رو شناسایی کردیم توسط معلمی که در داخله، مثل سعید شیرزاد که الان اومده آمریکا و از اینجا به نام معلم نامه می نویسه ولی اطلاعاتی کاملا، و شخصی به نام فلاحی که در جلسه سراسری هم با آقای هاشم خواستار درگیر شده بوده، هم اعتراض کرده که شما چرا اینجا
به اصطلاح تابلو گذاشتید برای 13 مهر و روز جهانی معلم 5 اکتبر و از همونجا اینا میخواستن مثل ولایت فقیه برای خودشون اصلا قطع کنن و یه بیانیه بدن بگن آقا اصلا 13 مهر یا تجمعی هرگز نباشد. ولی خوشبختانه بیش از 50% که نماینده معلم ها بودن، آقای هاشم خواستار که 2.5 سال اونم خودش زندان بود زیر شکنجه دستبند پابند، عکساش چقدر منتشر شده تو فیسبوک، استادگی کردن و بیانیه دادن که خیلی خوب شما میگین 13 مهر رو چون رسانه‌های خارجی گفتن دنبال روی اونا ایم، ما نیستیم. حالا 16 مهر که پنجشنبه است تعطیلم هست، به مدرسه هم لطمه نمیخوره شما بگین بچهای مردم درسشون میمونه. به همین دلیل ما بلافاصله هماهنگی کردیم و اعلام کردیم در کمپین از 13 تا 16 و بعدم که اقوام اومدن حمایت کردن که ما فردا تمام اقوام ایرانی نماینده هاشون از لور بختیاری، لور کوچیک، لور بزرگ، چارلنگ، هفلنگ، کردهای عزیز، معلمان و نماینده های معلمان عرب ما، بلوچستان، آقای دوشوکی اینا، آقای مرادی، همه اینها هم اومدن حمایتشون رو اعلام کردن در کنار حمایت کمیته هماهنگی احزابی که در خارج از کشور و برای اولین بار این تعداد گروه های مختلف با نظرات مختلف تونستن بالاخره بر سر یک موضوع مشترک که حمایت از جنبش ستم دیدگان، مزمیگران و معلمان هست به کمپین حمایتی از معلمان و زحمتکشان بپیوندن که در شهرهای مختلفی برگزار شده. حالا بعضی جاها کم تعداد ولی بعضی جاها حالا من عکس و فیلم های میفرستم میبینید پرتعدادتر بوده و به خصوص در خود ایران جلوی آموزش پرورش که خانم شعله پاکروان مادر ریحانه جباری که به نظر یکی از شیرزنان ایران بود که زیر بار ستم نرفت تا اعتراف دروغین کنه و اعدامش کردن، مادر او شعله پاکروان امروز در تهران سخنرانی قرایی در دفاع از همه معلمان زندانی، همه زندانیان سیاسی، همه ستم دیدگان ایران کرد که خانواده های همه زندانی های سیاسی، امید علیشناس، سعید زینالی، مادر ستاره بهشتی، دکتر ملکی که بیانیه حمایتی داد با 86 سال سنش، خود خانواده من و بسیاری دیگر از مبارزین و زندان کشیده های دهه 60 تا امروز، خانواده شهیدان مختلف در دهه‌های مختلف در این گردهمایی حمایت از معلمان حضور پیدا کردن. همینطور عزیزانی که دوشنبه ها در جلوی شرکت لاستیک دنا میرن اونها بیانیه حمایتی با امضا فرستادن که ما رو سایت ها گذاشتیم، اصل نامه با امضا هم برای شما میفرستم منتشر کنید. و از حالا فردا 14 بزرگان ایلات میان در تهران که اومدن الان با اتوبوس و اینا رسیدن، میرن جلوی دفتر سازمان ملل که اونم برای شما میفرستم دیگه دائما از تلویزیون منتشر کنید، تا فردا ساعت 11 که نامه ای بدن از طرف تمام اقوام ایرانی، مردم ایران، به دفتر سازمان ملل در تهران در خیابون پاسداران یا سلطنت آباد بلوار شهرزاد دفتر سازمان ملل که ما خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی، زندانیان معلم، کارگر و بیگناه هستیم و اینجا جلوی سازمان ملل خواهیم ماند تا همه معلم ها آزاد بشن، تا همه زندانیان سیاسی و زندانیان بیگناه ایران آزاد بشن. منم از این فرصت استفاده میکنم، تلویزیون شما، خواهش میکنم از همه همیهنانی که این برنامه رو میبینن در داخل و خارج از کشور این اطلاع رسانی رو در حمایت از بنیاد نهادهای مشترک اقوام ایرانی که این کار بزرگ رو میکنن فردا ساعت 11 14 مهر در حمایت از معلمان آمدن به تهران، میرن جلوی سازمان ملل، همراه اونا باشید که اونها تنها نباشن جلوی سازمان ملل و ما تهرانی ها نون و آب اونها رو بدیم، آذوقه اونها رو بدیم، غذای اونها رو بدیم، کمک اونها باشیم تا چادری رو که میخوان اونجا بزنن و بمانن برای آزادی زندانیان سیاسی ایران اون چادر تقویت بشه و تنها نمونن. این دلاورا دارن از لرستان، از بختیاری، از کردستان، از راه دور میان و مهمان شما تهرانی ها هستن. به اونا بپیوندید و امضای خودتون رو زیر نامه آزادی زندانیان سیاسی بگذارید و در کنار اونا بمانید تا چادر ایلیاتی، چادر همبستگی ایرانیان از هر قومی که هستن، از هر حقوقی که ببخشید طبقه اجتماعی و شغلی که هستن و ستم دیدن، مرکز اعتماد ستم دیدگی ماست، مزد بگیری ماست و رعایت حقوق ماست، حقوق بشری ما و آزادی های ماست، چیزایی است که همه ما میتونیم روش مشترک باشیم.
این 16 مهر هم که دیگه روزیست که شورای صنفی هم که مجبور شدن بیانیه بدن و در همه ایران در جلوی ادارات آموزش و پرورش و در تهران جلوی وزارت آموزش و پرورش همه معلمانی که در این کانون ها در 144 کانون صنفی هستند خواهند آمد در همه شهرستان ها در تهران و هممیهنان ما مزدبگیرا، کارگرا، سندیکالیستا، اتحادیه یا دانشجویان، دانش آموزان خود این معلم ها از طریق آگاهی هایی که دارن میبینن هم خواهش ما این است که در کنار این معلمان، کنار این ایلیاتی هایی که آمدن قرار بگیرن که بعد از 16 مهر که این تجمع از 10 صبح جلوی ادارات وزارت آموزش و پرورش میشود، بعد از اون هم از 17 جلوی سازمان ملل، دفتر سازمان ملل در تهران ادامه پیدا خواهد کرد توسط کسانی که جانشون و کف دستشون گرفتن، مثل اونایی که جلوی زندان اوین هر هفته شنبه میان، اونایی که دوشنبه جلوی لاستیک دنا میدونه ونک میان، سه شنبه همراه خانواده نعمتی در دادگستری میرن، همشون در کنار معلمان، در کنار نمایندگان ایلات و اقوام در جلوی سازمان ملل از 17 قرار میگیرن و امیدواریم این پیام ها برسه و روز 14 که فرداست، 16 که گفتم خود همه شوراهای صنفی دیگه هستن و 17 که اقوام اعلام کردن میخوایم بمانیم، قرار بگیریم، اطلاع رسانی کنیم، تلویزیون ها هم گروه بشن. از اینجا وارد جواب سوال شما میشم. علتش این بوده که به نظر من تلویزیون ها، رسانه ها، اونایی که صداقت داشتن، اونایی که نفوذی حکومت نیستن، اونایی که پول ولایت فقیه نمیگیرن، اونایی که دنبال منفعت شخصی نیستن، اونایی که بیزینس نیستن، بیزینسمن نیستن، کاسب نیستن، بلکه واقعا میخوان کشور تحول پیدا کنه و مردم از هیولای نجات پیدا کنن به نام ولایت فقیه، میتونن الان روی این جنبش 13 مهر تا 16 مهر تا 17 مهر متمرکز شد. اطلاعی هایی که ما داریم که از طرف همه نهادهای پیوسته داخل و خارج کشور در صفحه فیسبوکی کمپین حمایت از معلمان و زحمتکشان درج میشه، در تموم برنامه‌های 24 ساعته شون طی این 3 روز آینده این مطالبی که توی این کمپین هست رو منتشر بکنن. اون وقت خواهیم دید که این همگرایی با یه هدف مشترک، با یه مرکزیت مشترک که سیاسی نیست، حزبی نیست، مال هیچ گروهی نیست، مال همه مردم ایرانه، مال همه معلم هاست، مال همه ستم دیده هاست، مال همه بلا کشیده هاست، مال همه خارج و داخل ایران که از دست ولایت فقیه به تنگ اومدن، مجبور شدن مثل من جونشون رو نجات بدن بیان اینجا و در داخلم دارن مبارزه میکنن، توی زندانن، مثل بهنام ابراهیم زاده، مثل شاهرخ زمانی که کشتنش، مثل آقای محمد جراحی، مثل ارژنگ داوودی، مثل سعید ماسوری، صالح کهندل و صدها نام دیگه که هم بندهای من بودن، همه از این جنبش دارن حمایت میکنن. اگه کسی سر سوزن مردانگی داشته باشه، عرق ایرانی داشته باشه، عرق انسانگرایی داشته باشه، این جنبش عمومی مردم ایرانه که همه تلویزیون ها میتونن برای اولین بار، همه احزاب، همه جریان ها به شرطی گفتم صداقت داشته باشن و کاسب و مزدور و نفوذی حکومت نباشن، این هول، این محور مشترک متشکل شد. مثل تلویزیون مردم که الان این رسانه رو باز در اختیار من قرار داده، همه رسانه هاشون رو، تلویزیونش در اختیار معلم ها، خانواده زندانی ها، شهیدان، مبارزان، کارگران، سندیکالیست ها بذارن و وقت خواهیم دید از داخل کشور چقدر شما تلفن های مستقیم خواهید داشت و تمام این تلویزیون ها مشترک خواهند شد در یک برنامه که 100% رژیم ولایت فقیه رو برمی اندازد. چرا که این حکومت الان 400-500 کادرهای سپاهی و گردن کلفتش و برنامه‌ریزاش هم توی منای عربستان از دست داده و در آشفته ترین وضع، پولم که نداره، آقای روحانی و ظریف هم اومدن اینجا هیچی بهشون تو نیویورک ندادن، من اونجا بودم با تلویزیون من و تو هم مصاحبه کردم گفتم و الان بهترین شرایط هست. هر کی واقعا از این نظام ولایت فقیه متنفره، ازش آسیب دیده، ستم دیده، در کنار جنبش 13 تا 17 مهر قرار بگیره در خارج و داخل کشور. خواهیم دید جناب سربی عزیز اون اتحادی که شما میخواید به وجود میاد و اون پراکندگی که شما گفتی از می خواهد رفت، چون هدف مشترک خواهیم داشت، مرکزیت مشخص داریم که در خود مبارزات داخل کشور است و هیچ حزب و گروه سیاسی و عقیدتی هم
نمیتونه مدعی بشه که مالک این جریان. این جریان متعلق به ستم دیدگان، مزد بگیران، آسیب دیدگان، زندانیان، جنبش همبستگی مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی و حقوق بشر در کشور ما میباشد. بسیار ممنونم. پس یه حرکت یا جنبش فراحزبی و به صورت عمومی خواهد بود که امیدواریم مردم به گفته های شما دقت بیشتری کنن، گوش بدن، و من امیدوارم با این موضوع 13 تا 17 که به خوبی اجرا میشه بتونیم برنامه های دیگه با شما باشیم، صحبت های دیگه داشته باشیم، تا بالاخره کاری رو که سالها میشه گفت ممکنه با اشکالاتی انجام شده یا به خوبی انجام نشده، این بار به نحو احسن انجام بدید. بازم از شما ممنونم. میدونم که قرار دارید باز مصاحبه‌ای دارید و از اینکه وقتتون رو به من دادید بسیار ممنون و متشکر. حتما اون نوشته ها و فیلم ها رو برای من بفرستید، با هم در تماس باشید. 100% از این شکیبایی شما و واقعا خوشحالم که برازنده نام مردم هست تلویزیونتون و همه اینها رو من برای شما میفرستم و 100% موقعی این طور شما اصل آزادی بیان رو رعایت میکنید حتما که همکاری هم خواهیم کرد و تلویزیون مردم رو سرشار از صدای مردم، فیلم های مردم، عکس های مردم، ویدیوهای مردم خواهیم کرد و به شما قول میدم اگر روی این روال با همدیگه متحد باشیم، تلویزیون مردم واقعا تلویزیون مردم هست و خواهد بود و من هر کمکی بتونم به این قضیه خواهم کرد. بسیار ممنونم. بهترین ها رو برای شما و دوستان آرزو میکنم. مرسی. من همینطور و بدرود از شما و هم میهنانم. به امید دیدم. بله دوستان عزیز، با آقای منصور استانلو بودیم. من دو تا از صفحه های فیسبوک ایشون رو که با اسپل های مختلف، یکی استانلو رو OSANLOU و یکی LOO نوشتن، نشون دادم. اگر شماها بخواین مطمئنم که پیدا کردن ایشون خیلی آسون هست. اگر تازه مشکلی هم داشتید با من تماس بگیرید، حتما لینک ایشون رو براتون میفرستم. بازم از ایشون ممنونم. اجازه بدید که بریم سراغ خانم الهام رحیمی و امیدوار باشیم که ایشون ما رو ببخشن به خاطر این به اصطلاح تأخیری که به وجود آمد. البته زامن داریم، زامن ما اون وقتا میگفتن یا زامن آهو، حالا زامن ما آقای استانلوست و امیدوارم که خانم رحیمی این تأخیر رو به اصطلاح بر ما ببخشن. خانم رحیمی سلام، سربی هستم. بله. ممنونم. من ببخشید که تأخیر دارم، اونم چه تأخیر طولانی، ولی آقای استانلو زامن ما هستن و گفتن که خانم رحیمی انقدر خانم خوب و با وقاری هستن که این تأخیر رو به شما میبخشن. من خوشحالم که با شما هستیم. شما قبلا هم در برنامه‌های تلویزیون مردم بودید و اگر لطف کنید یه مقداری در رابطه با این 13 مهر و احیانا برنامه 16 و 17 مهر هم بخواید صحبت کنید، من ساکت میشم و میکروفون رو در اختیار شما قرار میدم. بفرمایید. سلام، من سلام عرض دارم خدمت شما جناب سوری عزیز و بینندگان محترم برنامه هستم. همچنین درود فرستم به تمامی آزادیها و مبارزین جان آزادی ایران عزیز. همونطور که گفتیم من الهام رحیمی هستم، عضو جبهه آزادیخواهان بازداشتهخود و با تعدادی از دوستانمون در این کمپین در کمپین حمایت از معلمین و زحمتکشان زندانی در ایران حضور داشتید و اتفاقی میدارم بیشتر در خدمت شما باشم تا بتونم یک گزارش کوتاهی از برنامه و از فیلمی که در روز 4 اکتبر در استکهلم برگزار شد خدمتتون برسونم. من نه، فقط دوستان از من پرسیده بودن توی اون آگهی که شما درست کردید میگید بعضی جاها یک شنبه بعضی جاها دوشنبه، چرا این اختلاف بوده؟ چرا یک شنبه 4 و دوشنبه 5 مهر بوده؟ پنجم اکتبر. بله، پنجم اکتبر که دقیقا میشه همون روز 13 مهر اگر اشتباه نکنم، و همون روز جهانی معلمه.
مثلا به دلیل حضور بعضی از افراد نمیتونستن به وقت و اکثرا درگیر کارهای خودشون بودن تو کشورهای مختلف این تاریخ توی بعضی از کشورها چهارم شد توی بعضی از کشورها پنجم به خاطر تحکیلی و اینکه بتونن یه زهمایی رو تشکیل بدن. ولی در اصل همون روز آزادی حضور معلم روز سیزده مه هستش که بله شما یه فیلمی هم برای من فرستادید چون حجمش زیاد بود، ما هر روز داریم اون رو به اصطلاح دریافت میکنیم، به مجرد اینکه تمام فیلم رو بگیریم به دوستان هم نشون میدیم. و اگه یه مقداری توضیح بدید که اونجا چگونه برگزار شد و به اصطلاح هدفتون چی بود و آیا به اون هدفی که میخواستید رسیدید یا نه، یا برنامه بعدی چی هست، ما خوشحال میشیم که بشنویم. در حقه که همه میدونن جمهوری اسلامی آخوندی از روز سیاه استقرارش تو ایران تا برند رو این رو کشتار و آرت و چفاول و تحقیب و دستگیری و اعدام و جن و کسرت های جدان آفردی بودی که در عمال سلیزت فردی در ایران بودن که برای ایرانیان به فرمان نداشت دست و ورد دیگه ای نداشت و این رو هم برای استقرار حیات استماکن کردن پایه‌های استعدادی تفکرات و اندیشه‌های ما رو به اشارت گرفت. این معلمین عزیز ما که در شرایط خیلی بحرانی دست این اعتراضات و این مثلا شورش زدن در واقع قیام کردن در شرایط خیلی بحرانی و سختی بود که همون می‌دونیم شرایط از نظر اجتماعی سیاسی امنیتی ایران در شرایط خیلی سختی بود که می‌بره و ماشین تعقیب و خفقان هم خیلی وقت راه افتاده. در این شرایط این عزیزان ما دست به اعتراضات زدن و ما هم این کمپین دفاع از اعتراضات و تا این معلم ها را سرمشتان عزیز تشکیل شد و آسیان هایی هم که تحقیل داره شد که مقام هاش رو در خیلی از کسرها دوست رو بوده نرشه شد و گزارشش داده شد. اما در سکون در کشور سوئد از ساعت 2:30 بعد از ظهر روز 4 اکتبر حدود 100 تا 150 نفر از هموطنانمون و احوال مختلف در این یه همایی شرکت کردند و از مردم میخواستم و از شعاراتون و نظرشون این بود که از خواستگاری این عزیزانمون دفاع بکنن و کنارشون در این پیکار شرکت بکنن و جان به سوی جامعه انسان مدار و دموکراسی بردارم. همچون که گفتم در این گرد همایی اخبار مختلفی وجود داشتن که در واقع میشه رو که نقطه مثبت این گرد همایی همین بود که احزاب مختلف با عقاید مختلف ولی با یک طرف مشترک کنار هم جمع شده بودن که اونم آزادی زندانیان عزیزمون بود، معلمان عزیزمون. اجرایی از جامعه نزده دموکرات سوچستان بود که نمایندشون جناب آقای وطنی بودن که در همین راستا سخنرانی ایراد کردن. حزب مردم بلوچستان بود، نماینده اون با هم شرکت کردن و ایشون هم سخنرانی داشتن. حزب تضامن احوال بود، یه حزب مردمی هستید که در این حزبون شرکت کردن. حامیان مادران پاک داده بود، جبهه آزادی خواهان ایران که جناب دکتر استفاری سخنرانی برنامه بودن و همچنین جبهه دموکراسی به خلق صفا خانم صادقی صادقی یکی از برگزار کنندگان این اکسیون و نماینده این حزب سخنرانی کردن. باز اگر سوالی هست من در خدمت شما هستم. من دارم این عکس هایی رو که کمپین پشتیبانی از معلمان زحمتکشان به اصطلاح روی فیسبوکشون گذاشتن و روی فیسبوک شما هم بود نشون میدم، شما هم توضیح دادید، ممنون و متشکرم. اگه لطف کنید ما رو بیشتر در جریان بذارید برنامه روزهای آینده و اون کمپینی که قرار هست در تهران باشه و احیانا روز پنجشنبه و جمعه ادامه پیدا میکنه و اینکه من شنیدم خیلی قشنگ از مردم تهران خواسته بودن که مهمان نوازی کنن و این دوستان رو به خانه های خودشون به اصطلاح دعوت کنن. امیدوارم این عمل انجام بشه و به اصطلاح بتونن به این صورت معلمان زندانی رو آزاد کنن یا حق و حقوق از بین رفته معلمین رو دریافت کنن و از این ظلم و
اجهافی که به اینها میشه کم بشه، ولی مهمترینش اینه که معلمان زندانی و دیگر زندانیان سیاسی آزاد بشن. بله حتما. بسیار ممنونم. اگر شما صحبتی دارید بفرمایید، اگر نه از دوستان خداحافظی میکنیم، ولی این قول رو بدید که باز با ما باشید و به اصطلاح در جریان امور دوستان رو قرار بدید. بله، من هم اگر اجازه بدید تشکر کنم از شما، این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید و انشاءالله بتونیم در آینده باز در خدمت شما باشیم و همچنین برای شما به خاطر اطلاع رسانیتون و حمایتتون از مبارزین آزادیخواهان تشکر کنم و آرزوی موفقیت و سلامتی برای شما باشید. بسیار ممنونم، بهترین ها رو برای شما و دوستان آرزو میکنم. مرسی. دوستان عزیز، با خانم الهام رحیمی بودیم از سوئد. ایشون در جبهه آزادی خواهان ایران هم فعالیت کردند و ویدیوی ایشون روی یوتیوب موجود هست. اگر خواستید با ایشون میتونید روی فیسبوک تماس بگیرید، اسم بسیار ساده، فامیل ساده، دیگه هیچ اشکالی در هجی و اسپل کردن نیست، الهام رحیمی، تماس بگیرید و ایشون، من شاهد بودم که فعالیت‌های زیادی داشتن و امیدوارم که حاصل این فعالیت‌ها رو بتونن ببینن و به اصطلاح مزدشون داده بشه به وسیله اون خوشحالی که از اون نتیجه حاصل میشه. ممنونم از شما، مرسی. خب دوستان عزیز، ساعت 3:48 است و امروز ساعت 4 بعد از ظهر آقای اجلالی با طرز فکر مخصوص خودش با شما خواهد بود. ایشون در برنامه‌هاش میتونید تماس تلفنی داشته باشید، میتونید با ایمیل باشون تماس بگیرید. در صحبتی که با آقای اوسانلو کردم قبلا هم بهشون گفته بودم که من یکی از اونهایی هستم که از ایشون انتقاد کردم و باز هم انتقاد خواهم کرد. خوشحالم که ایشون قبول کرد در برنامه ما باشه. همین این نشون میده که اینها گذشتن از اون مرزی که هرچی من میگم درست هست و به دیگران اجازه صحبت ندم. اتفاقا افرادی که فکر میکنن اون چیزی که میگن درست هست باید با آغوش باز با کمال میل اجازه بدن دیگران بیان راجع به نظرات اینها صحبت کنن. برید صفحه آقای اوسانلو ببینید ایشون راجع به یه تلویزیون دیگه‌ای که یکی از تلویزیون‌های طرفدار پادشاهی هست چی نوشتن. اینهایی که میان و میگن که آقا اون تلویزیون به ما برنامه مجانی میده، ما رو روی هاتبرد میبره. بله، شما رو روی هاتبرد میبره، بعدم با کمال سرعت شما رو در آب سرد میخواد غرق کنه و خفه کنه، مگر اینکه شما در برنامه هاتون از شخص فلانی به اصطلاح تعریف کنید، تمجید کنید یا خواسته های اونها رو به اصطلاح برآورده کنید و در برنامه ها تکرار کنید. روی صفحه فیسبوک آقای اوسانلو، منصور اوسانلو، برید ببینید من نوشته ای رو که ایشون گذاشته اون رو کپی کردم و روی صفحه فیسبوک تلویزیون مردم هم گذاشتم. اجازه بدید که امروز به همین برنامه‌ای که داشتیم بسنده کنیم و به اصطلاح چهارشنبه با شما باشیم. چهارشنبه امیدوارم که آقای دکتر نصر احمدی رو بتونیم داشته باشیم ساعت 3 بعد از ظهر. خود من با شما خواهم بود ساعت 2 بعد از ظهر. اگر فرصتی بشه و قرار بشه با این دوستان صحبت کنیم، چون چهارشنبه میشه 15 مهر و یک روز قبل از 16 و 17 هست، موقع ممکنه ما ساعت 1 بعد از ظهر برنامه رو شروع کنیم. از اینکه با ما بودید بسیار ممنون و متشکرم. امیدوارم شما هم از تلویزیون مردم استفاده کنید و به قول آقای اوسانلو این مردمی بودن رو با جمع مردم در این تلویزیون ما بتونیم به اصطلاح نشون بدیم. و همین که تا امروز تونستیم در این تلویزیون رو باز نگه داریم و اجازه بدیم افکار مختلفی، حتی اونهایی که ما باهاشون موافق نیستیم، اینجا صحبت کنن، فکر کنم امتحانمون رو پس دادیم. امیدوارم شما هم
این رو قبول کنید و بیاین، حتی اگر اشکالی دارین بیاین در برنامه خود من اشکالات من رو بگید، اشکالات تلویزیون مردم رو بگید تا برطرف کنم. این برنامه تا یکی دو ساعت دیگه روی آرشیو صفحه تلویزیون مردم در یوتیوب، در فیسبوک، در بالاترین خواهد بود. از شما خواهش میکنم شما هم با دیگران این رو شیر کنید، در میون بذارید، تقسیم کنید تا بتونیم که تعداد بیشتری رو دعوت کنیم نظر بدن، صحبت کنن. من همیشه گفتم و میگم گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. بار دیگر از آقای منصور استانلو از نیویورک و خانم رحیم الهامی از سوئد تشکر میکنم. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم به امید روزهای بهتر و آیندهی روشنتر. روز روزگار بر شما خوش. تا چند دقیقه دیگه با آقای اجلالی خواهیم بود. مرسی که با ما بودید. تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید. ممنونم.